한 60이면 많이 나겠다. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. قلب بغل رو بزنید. آخ مرسی. سلام عادی جان، خیلی خوش اومدید. من تو لایو بچه ها بودم، خواستم خودم دوست نداشتم لایو بذارم، گفتم یکم برم تو لایو بچه ها دیگه، بچه هم ناراحت نشن. هیچ کی لایو نبود، هر کیم بود منو نیاورد بالا. میترسن. آره من قومیم. خب سلام آریان جان، سلام، خیلی خوش اومدید. سلام سلام. آره خب من خودم وصل لایو نداشتم، گفتم که دوست ندارم اینقدر میزبان باشم، رفتم تو لایو بچه هم که هر کی بود که منو کسی نیورد بالا، یا نمیدیدن یا نمیخواستن، میترسن دیگه. خیلی رفتم. آره محمد میگه فقط با حجاب رو میارم. من پسرم، چه ربطی داره؟ نظر در مورد اتپا چیه؟ نظری ندارم، به من هیچ ربطی نداره. منم یک شب تو لایبت دعوت کن. باشه عشقم. خط چشت قشنگه، مرسی. خب لایو مشتری بذار، میتونی تو یوتیوب نگاه کنی. هر کسی لیاقت شما رو نداره. نه بس لیاقت نیست، بس ترسه. چون من هنر تو خونمه، همه میترسم. ولی شما چه بخواین چه نخواین، من پیشرفت میکنم. چون هنر تو خونمه، از هیچ کی مایه نمیذارم، از هنر خودم مایه میذارم. نه لخ میکنم، نه لخ میکنم، نه کون نشون میدم، نه سینه، نه کس، نه هیچی. با زبونم همه رو را میبرم. نه دلگیر نیستم. سلام شیخ، خوبی؟ خیلی خوش اومدی. سلام. سلام عزیز دلم، خوبی؟ مرسی، شما خوبید؟ اومدی سینما انگار، نه؟ سلامتی فدات بشم. چند روزه نمیبینم، چند روزه تو فضای مجازی نبودم. اومدم بالا گفتم ببینم وضع چجوری. خوبه، سلامتی؟ خوبم، خدا شکر، بد نیستم. شما چطوری؟ فدات بشم. آره من کسی که بالا باشه، سه نفر چهار نفر باشه، هر زدن بلد نیستم. اگه دو نفری باشه خوب بلدم با در بزنم عزیزم. خب حالا یکم صحبت میکنیم، تا چون دوستم قرار بود بیاد، یه اونم مثل خودم ترنس، مشکلی نیست که. نه من دوستم ترنس بیاری بالا که ببینم کدومتون خوب میدی که بیام بذارم تو عقبتون. همین، اگر کسی خوب بده خب منم هستم خدمتش. وقتی تو ترنس های خوشکل بیاری بالا، منم هستم خدمتشون. منم یه چیز خوبی دارم، یه کیر بزرگی دارم برای ترنس ها دیگه. این کیر بزرگ شده، خرجش کردم برای ترنس ها. خوبه. خب تو چند کیلویی؟ من بلندشم. ببینم قدوهای کل تو، ببینم رکشم قدوهای کل مخت نیدهی که ببین. لاغری دیگره؟ آره لاغرم. گوش کن، وقتی من اگه پیشت باشم عزیزم، اونجوری ها، اینجوری میگم خم شو خم شو، اینجوری میذارم توش برات.
دیگه نیست یادیدم. خوب علی. بچه لیده جون کامنت بذاریشم. خوب که دیگه نیست. دیگه نیست. اوکی چند سالته؟ من 27 سالمه. من 27 سالمانی یعنی بگم 27 سالمانی من از بگم چند. من 14 سالگی کون کردم عزیزم. 14 سالگی کون کردی؟ تا حالا کونم دادی؟ نه من ندادم. فقط عشقم اینه بکنم. دوست داری دادن رو حس کنی؟ نه من دوست دارم فقط بکنم. دادنم خوب نیست ولی کردنم خوبه. فقط دوست دارم بکنم و پول بدم. این همه دلاره ببین، دلارای منو ببین. نه نه خب اینا پولای ایرانیه ببین. خب که این تا سلام عزیزم. خب دیگه چکار کنم برای کن من تنها آرزوم اینه آریان، تنها آرزوم اینه این 3-4 روزه که نبودم توی فضای مجازی. خب. ولی تنها آرزوی من اینه که فقط دوست دارم از کن تو لذت ببرم، فقط اینه. درسته. میدونی چه خبره؟ سلامتی. میدونی به خاطر چی؟ جان بیبالا من چون تو الان تو الان یه آدمی هستی که ببخشی بده نه خود نران نمیشی نرفای بزنن؟ نه من کنم بگو. میدانم کنی خود نمیگم یه آخونی هستی. خب میگم من عشقم اینه که وقتی تو که میدی کنت خیلی تنگه، منم از کنایتن خیلی خوشم میاد. بله کنه من کوچیکه و تنگه. خب گوش کن، پاره نمیشی، پاره نمیشی زیرم اذیت. دوست داری اذیت بشی؟ دوست داری فوت کنی شهید بشی چی بشی؟ من نه من کنم کوچیکه ولی خب خیلی جادار مطمئنم میتونم هر سایزی رو بردارم. سایز من دوتا سایز بهت میگم. خب سایز 25 میخوای یا نه 20 میخوای؟ 25 20-25 اوکیه. 20-25 اوکیه عزیزم فدات بشم. ولی مال من دروغ نمیگم، مال من شاید بگم 20 سانتی بشه. بعدم تو درک برات بفرستم دوست داری؟ سلام داده نرمین برات بفرستم دوست داری؟ بفرست ببینم. بگم الان این چیز بنشون بدم که بزرگ باشه، مثلا بگم مال من این قدر میشه. خب خوبه. چه شکلیه؟ موشکیه؟ قارچیه؟ موشکیه عزیزم. ولی یه مشکلی داره. مشکلی داره بگو. یه جوشی داره عزیزم. مشکلی نداره با جوش بره توش؟ نه مشکلی نداره چون کنه من خودش چیز داره یعنی میکروبارا میگیره، مشکلی نیست. من از تو میدونیم به خاطر چی خوشم میاد. دوستان عزیز و درو آریان فالو کنید چون من میخوام آریان بگیرم دیگه. فالوش کنید فدایمتون بشم. من از کنه تو میدونم چی خوشم میاد چون تا حالا چون کنه تو تنگه منم دوست دارم از کنه شما لذت ببرم، برام خم بشی وقتی بذارم توش برام صدا در بیاری بگی در داری یا بگی من میخوام شهید بشم. دوست داری فوت کنی همینجوری فوت طبیعی بکنی یا شهید بشی زیر دستم؟ من دوست دارم زیر کیر شهید بشم. خود شهید بشی اون موقع دیگه من زن نگیرم؟ نه دیگه. خب باشه من بشن اگه ارث و میراثی چیزی داشته باشی باید چیکارش کنم؟ ارث و میراثی که من ندارم دیگه، یه کونمه که مال تو. نه اگه من مثلا یه پسندازی مثلا خیلی چیزی برات نکنم. نه یه لحظه چیه ده لیدا جون سلام کن، خودتو معرفی کن، یکم به چالش بکش لیدا جونو تا من بیام. بله خب باشه. علی عزیزم درود. آریان عزیزم سلام. عزیزم خوبی؟ بینیم اخنی دقیق تو خوبی؟ درود بر شما. خوبین؟ خوش اومدین و درود بر آریان عزیزم. من ندارم، نمیدونم اینم کیه وگرنه میذارم تو کنه اینم. فقط من بذار برم پایین یه قلبی میفرستم بیار بالا. باشه؟ نه اون فرق نمیکنه باشی نباشی، تصویرشو نمیبینی. الان این تصویرش نیست؟ نه این یه چیز ترنس هستن دیگه، یه ترنس زیبا تا
که قبلا دیدین لیدا جان. آره من دیده قبلا. اسمش چیه؟ اسم لیدا جون. بابا دیدمت، میدانم میدانم کیه. اینم یه ترنس کنیه، میدانم. میگم آریان جان بی بالا. اگر من ببخشید من ارشد از یه موقع از لبات خوشم بیاد فقط بذارم که برام بخوری مشکلی نیست، لبت خراب نمیشه؟ نه مشکلی نیست. یکم لیدا جون رو به چالش بکش، من یک کاری دارم. لیدا جون سلام، خوبی عزیزم؟ سلامتی؟ درود بر شما، شما خوبی؟ فدات بشم لیدا جان، من شما رو نمیبینم ولی از اینجا تا اونجایی که تو هستی از عقب بذارم تو کنید، خوبه؟ نگه شما مال آریان جونی دیگه. آریان جونی شما من سیارم، گوش کن، این همه دلار اختنی دایی که بگیم، این همه دلار من فقط پول میدم کن میکنم، پول میدم کن میکنم. خب میشه آدم همینجوری پر یه روز یارن یه حرف خوبی زد به من، گفت من بهش گفتم اون موقع پول نداشتم، گفتم آریان میشه بهم بدین؟ به من گفت پول داری؟ گفتم نه. به من گفت شغلش چه؟ گفتم من کارگرم. گفت خودتو؟ به من گفت خودتو همینجوری کار میکنی پول به ندن؟ گفتم نه. خب منم عزیزم، منم پول میدم، خب من همینجوری تو پتی به من نمیدی. سلام، خیلی خوش اومدی آریان جان. جان بی بلا هستم، یک سوالی ازت دارم ببینم امتحان چجوریه. ستون ایران سلام کنه، بفرمایید. سلام و عرض ادب میکنم. بابا یه دقیقه خفه نمیشی که، فقط همین دهنشو باز کرده داره فقط صحبت میکنه. بفرمید. بابا یه دقیقه اون دهنتو ببین، یه سلام علیک بکنیم بعد صحبت کنیم. سلام و کیو میگی؟ عرض ادب میکنم خدمت آریان جونم، لیدا جونم، محمد دوست عزیزم و فالوورهای عزیز، الهی قربونتون برم بچا، عشق نمتون. ببین خارکسته من میام بالا فرار میکنه، کیرم تو دهنه، کیرم تو اون سیبیلای کیرید. خارکسته خارکسته وایسا، من خارتون خواستم بگم، کجا رفتی کنکش لاله کن کنکش؟ عشقم تو که میبالا همه دوستای منو فراری میدی. ببین آخه دوستات دوستان نیستن، لیدا باشه باز من لیدا رو چرا فراری نمیدم؟ چون لیدا یه چیز دیگه هست، اینا به اون نمیدن. همه مثل لیدا با جنبه نیستن که. این هم راست میگه، اینا باید جنبه داشته باشن. به این لایو واری هم اینا باید جنبه داشته باشن. همه مثل لیدا خانم با جنبه نیستن که بمونن و صبور باشن. خب بعد ناراحت میشن، بعد اینا به خاطر لایو من میان. حالا تو لایو خودت بود هر چی میگی بگو، ولی خب آخه من یه چیزی بگم، من چیزی نگفتم، گفتم من میام بالا، حالا یه دقیقه کی تخمی صحبت نکنه بعد ما صحبت بکنیم، بعد این چرتشو بگه، بعد چیزی هم نگفتم. این از لایو قبلی از من کینه داشت آریان، الان کینه نداشت که. تو اون لایو قبلی اومدم اون موقع از من فراریه، نه که الان. چی میخوری اسمم؟ حالا منم چی میخوری؟ من دوست نداشتم بیام لایو، ولی خب به خاطر لیدا جان اومدم، خاطر اون اومدم. چون اگه لیدا پیام نمیداد مثلا لایو نمیدادم، چون خودم حالم زیاد خوب نیستش. میخواستم برم تو لایو بچه ها، چون اصلا انرژی که خودم لایو بذارم نداشتم، فقط همجوری اومدم یک نیم ساعت 40 دقیقه باشیم و بعد میرم. خب آره من رفتم دایره گفتم آریان جون کجایی لایو نمیذاری؟ بعد میگه باحال ندارم بذارم لیدا. گفتم به نظر من که آره بذار، چون من خودم مثلا حال نداشتم که بیام لایو. لیدا دیدم پیام داد، دیگه به احترامش نگفتم نمیتونم بگم نه، گفتم چش رو چشم میام عشقم، یه نیم ساعت 40 دقیقه هستم میرم. ولی خب چون لایو هر شب داشتم زیاد داشتم، فعلا برای یعنی فنام بیننده هام لایو گذاشتم کنار، فعلا سرگرم شم میدونی. خاطر بودم این شب استفاده کنم. آریان ببخش، آقا یوسف ممنونم که داداش یه میلیون زدی تو حسابم، فدات بشم داداش، ان شاءالله جبران میکنم، نوکرتم داداش. الان یه تومنم آریان زدن تو حسابم، فدا اینو بچم. میخواد داغ دل ما رو تازه کنه، ولش کن در موردش صحبت. آریان جون، آریان جون فرصت خوبی حسابی که باش داری نقد کنی، الان یه تومن داره. چقدر میخواستی کم کنه بقیه‌اشو بفرست؟
برای آخریدن یه تومن به من پول میذاره. اینه لیدا جون اسمش ستونه، از این جیگرا نداره که بخواد حسابش. آریم بدم میاد، آریم بدم میاد از این کارتا. تو خودت منو میشناسی، من بچه با کیرخای خال کیرداری هم، خودت میبینی حرف بزنم رو حرفم وای میزنم. گفتم این کارو میکنم سب کن، شاید بخوام یه چه قشنگ بهت بزنم، یه چه کلوف بخوام بهت بزنم دیوونه. من لیدا جون گفتم، من گفتم که آره ایشون اسمش ستون کرجه ولی از درون چیزم نیست. آقا چی رسو کرجه صد بار بهت پول زدم، چرا این حرف رو میزنی؟ آره ناموسن نگو. خب لیدا جون گفت الان وقتشه بگیری، گفتم نه هنوز وقتش نشده، ایشون فقط تو لایف ستونه. اتفاقا حواست نیست آریان جون، دوزاریت کجه وقتی میگه یک تومن زده الان تو کارتم، یعنی که آریان جون آماده باش تصفیه حساب. آقا میدونی خیلی بده، خیلی بده، آریان این همه معروفه، این همه لایو خوب میذاره، بعد اینایی که تو لایو آریانن ادعای میدونی ایرانو میکنن. خیلی هاشون میگن ما پولداری بیرون بچه. آره بیا بیرون. اوکی دوست ندارم، من به خاطر پول لایو نمیذارم، ولش کن. آریان چی میخوری؟ آریان چیپس میخوری؟ لیدا چرا مشکی پوشیدی؟ لیدا اون سینهای قشنگ تو آدم دوست داره نگاه کنه. لیدا حیف نیست اون سینهای قشنگ تو بندازی زیر مشکی؟ آره بهمن عزیز، قبلی که بیام اینجا خودم لایو داشتم، بعدش هم دیگه همین شانسی اینو پوشیدم، هر شب من یه لباس میپوشم. امشب شانس شما. بعد مثلا خیلی دوست دارم سکسی بیای توی لایو، تو حیفه مثلا اون سینایی که داری حیفه زیر اون مشکی قایم کنی، اصلا آدم یه جوری میدونی ناراحت میشه. با این که ببخشید، با این که اصلا انرژی نداشتم، ولی وقتی که لیدا و بهمن رو توی یه قاب لایو میبینم انرژی میگیرم، انرژیم برگشت. و آره و میخواستم بحث لباس شد. لیدا جون این بحث در نست، من با لیدا صحبت میکنم، شما فقط گوش کن. لیدا من خب تو لایو هم مثلا تیشرت میپوشم و مثلا پسرونه هستم، ولی وقتی که مثلا مسافرت میرم، مثلا ترکیه رفته بودم که فنام منو زیارت کنن، مثلا دامن، شلوارک، سینه بند و تاپ و اینا میپوشم، چون آره آزادی و ایناست به خاطر اون. بعد یه چیزی که خیلی دقت کردم، همه استایلر رو زدم، ولی هیچی برای مرد جای دامن رو نمیگیر. یعنی من تو بگی شلوارک کوتاه، جوراب شلواری، تاپ، هر چی تو بگی من پوشیدم، ولی چیزی که مرد رو تحریک میکنه فقط دامن کوتاه. نظرت چیه؟ آفاین دیدم قشنگ بود لباسی که پوشیده بودی، تاپ مانم بود با یک دامن عروسکی. خیلی هم بهت میاد. آره خیلی هم اتفاقا بهت میاد، خیلی قشنگه. آره بعد دیدم که نه هیچ چیزی، مثلا من امتحان کردم مثلا با مثلا سینه بند و کس بند عکس گرفتم فرستادم برای مشتری، اصلا مثلا دوست داشته، ولی یه عکس با دامن مثلا فرستادم دیگه خیلی عاشقش بوده. میگم خیلی مردها روی دامن حساس، خیلی دوست داره. دامن به قول قدیمی ها مینی جوب دامنه کوتاه که خیلی قشنگ کنم، کوتاهی که قد بلندن لاغرم. آره قشنگه. من زمانی که شیشه میکشیدم، شیشه برای سکس دیگه، یعنی شیشه که میکشی کسکشون رو خوب میخوری آریه، دقیقا با اون خانمایی که سکس میکردم فقط میگفتم دامن بپوشی، اینا میمدن دامن از این کتوها میپوشیدم، بعد رومونای چونای قشنگی داشتم، بعد قشنگ میمدم بغلشون بایی میزدم، دامن رو میدادم بالا، کسکشونشون رو میخوردم، انقدر حال میداد آریه، انقدر حال میداد، انگاری بهش میرفتم، خدا شاهده خیلی قشنگ دامن کوتاه، راست میگادم سکسی میکنه. ولی من کلا اعتقاد دارم که توی لیدا جون، من اعتقاد دارم که توی رابطه هیچ وقت جنس مخالف یعنی مرد هیچ وقت هیچ لذتی نمیبره. از نظر منه، به نظر من که مثلا الان من که بان خودم بانوان یک کونم، مرد سینمو میخوره من لذت میبرم، داگی میکنم میکنه تو کونم، من که ببخشید فقط کونمو دادم بالا، این مرده داره انرژیش میره، بعد آب من میاد. به نظر من مرد فقط یک ابزار برای خوشی ما. فکر نمی‌کنم مرد اصلا لذتی ببر از کردن چیه، مثلا توی سوراخی بکنه بعد توی یک ثانیه مثلا آبش بیاد، بعد این همه عرق بکنه انرژی ازش بره،
ولی به نظر من وقتی که یه مردی منو میکنه از یک تا صدش من لذت میبرم، از زمانی که میاد منو تاچ میکنه، بوسم میکنه، سینمو میخوره، کونمو میخوره، من که کاری نمیکنم، مثلا اون میگیره مثلا پوزیشن و همه پوزیشن ها رو، اونم که میکنه تو کونم که همش لذت درد ندارم. یعنی میگن کیر مقدسه. قبلنا میگن چرا میگفتن یکی بهشون گفتن کونت بذاری ناموست تو میابر جلو، الان میگه کونت بذارم یه جون هم کی میذاری من از خودمه، میدونی؟ اینی هم که اونی هم که تو رابطه خسته میشه و اگه دقت کرده باشی بعضی از مردا خب که حالا نمیدونم بگم تازه کارن یا اینکه تجربهشون کمه، وقتی که میرن با چه هیجانی التماس و خواهشی طرف رو راضی میکنن که باش سیکس کنن. وقتی که سیکس میکنن بعضی اینقدر بیظرفیتن، آریان جو من شنیدم یا حالا شاید دیده باشم، اینجوری که وقتی که اینقدر هیجان میاد سراغت و وقتی که ارضا میشه یک جور شل میشه، بد اخلاق میشه، حتی طرف مقابلش رو شاید بگیره بزنه پرت کنه بیرون. بعضی اینجوری هم متاسفانه، نمیدونم چرا، به خاطر اینه که خاصیت اینه دیگه، مرد وقتی ارضا میشه فشارش بکنم یه مقدار میفته یا چون اون هیجانی که داشته به یک باره قطع میشه، نمیدونم بد میشه، بعضی برخورداشون خیلی بد میشه. دلیلش چیه به نظر شما؟ به نظر من به خاطر بگو مثلا من قبلنا این حس رو داشتم، مثلا یکی مثلا یه مرده مثلا میماده منو میکرده، وقتی که آبش میماده عصبی میشده، جفتک میزده، خب عرعر میکرده، بعد منم خب از اونجایی که کون موفقیم خوب مثلا کونش رو میسوزم، خوب مثلا ازش کار میکشیدم، حالا آدمش میکردم، این که هیچی. ولی کلن بیشتر مردهای خاورمیانه اینجوری هستن، یعنی بیشتر عربام نه، ایرانی ها و افغانی ها، مردهای ایرانی و افغانی بیشتر اینجوری هستن. عربا و ترک ها یکم آپدیت ترن نسبت به این، حتی بیشتر دوست دارم. مثلا من نمیدونم الان من تو قشمه مثلا افغانی، ایرانی، ترک، عرب، مثلا این چهار تا قشم منو کردن، یعنی از این چهار تا همه شبیه همن، مشکی هم دیگه، این چهار تا قشم تایپ منن، از همش به عربه بیشتر منو خواسته، یعنی عربه طوری منو کرده با اینکه مثلا پولم داده برای بار اول بوده منو دیده، ولی طوری منو میکنه، انقدر از من احترام میذاره، یعنی خوب سکس میکنه با من که من اصلا تعجب میکنم. بعدش هم که تمام میشه تشکر میکنه و انگار نه انگار، یعنی یه جوری فکر میکنم اصلا عربا پسر اولشون دوست دارن با پسر باشن، از مجبوری با زنن، میدونی اگه جای بچه وجود نداشت، مثلا بچه نمیخواستن، نسلش منقرض نشه و آشپز نمیخواستن و کلفت نمیخواستن، واقعا ماها رو رو سرشون میذاشتن. نظرت چیه؟ ولی ببخشید ترک هم بودم عالی بودن، ولی این دوتا افغانی و ایرانی ها یکم ازشون ضربه خوردم، اول خوب بودن، خوب خایمالی میکردن، وقتی آبشون میاد عصبی میشدن و جفتک میزدن، ولی anyway I don't care، یعنی برام مهم نیست، من پولمو گرفتم، یک اکسپریانس بود، تجربه بود. حالا تو بگو لیدا نظرت. من همینو دارم میگم دقیقا، چیزی که گفتم هم خیلی شنیدم از دوستام کنار اینا، مثلا که طرف یکی بود میگو ماشین دنبالم افتاده و تو رو خدا خواهش میکنم التماس میبرمت کافه، میبرمت رستوران، همیشه باهاتم، خب بعد میگه رفته بالا و حالا به هر دلیلی اون راننده هم حالا زود انزالی داشت، هر چی بوده زود مثلا اجرا شده، به مزگ اجرا شده، شروع کرده به فوش دادن به طرف، فلان شد، دستت خیسه، دستتو به ماشین نزنی، واسه من درو برات باز کنم، نه درو باز، درو باز که بعد با لگد طرفو هول داده بیرون، نمیگه سرش بخوره کنار جدول، اول التماس طرف کنم، بعد که کارشون از کار میگذره مثل یک حیوان، مثل کفتار برخورد میکنم. نمیدونم بعضیا حالا مدل نامردی دوست دارن یا اینکه نه چون فشارشون میفته برخوردشون بد میشه. من فکر کنم بهمن عزیز بهتر بدونه دلیلشون. من الان میگم ببین دقیقا لیدازون راست میگه، اینو ایرانی جماعت بدن ضعیفه، یعنی زمانی که میخواد به یه رابطه بره، وارد یه رابطه بشه، زندگیشو میریزه پای طرف، آی خونه میخرم، آی ماشین میخرم، آی پول میدم، آی زندگیمو میدم، تو زندگی منی، ببین دست به هر کاری میزن، اینقدر میگه خواهر مادر یارو رو میکنه،
میدونی؟ ولی زمانی که وارد رابطه میشه خارکسته انقدر چیز داره، یه دقیقه نمیکشه که خارشو گاییدم، یه دقیقه نمیکشه آبش میاد این برج زهرمارم میفته پای. من میدونی چی میگم؟ من میگم توی سیکس، توی رابطه، زمانی که شما رابطه میذاری طرف رو ارضا میکنی یا خودت ارضا میشی، مهم اینه که بعد از رابطه به طرف مقابلت احترام بذاری، بگیری بغلت. الان خیلی خانم های ایرانی به خاطر این که خیلی از آقایان ایرانی زود میکنن ول میکنن. بابا زن ایرانی تو داری میکنی ول نکن. شما میدونی بهترین لذتی که اون خانومی که با شما سیکس میکنه بعد از سیکس، بعد از سیکس ولش نکنی، شما زمانی که ول میکنی یارو نفرت پیدا میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس حقارت میکنه. به نظر من خیلی از جوانهای ایرانی زود ارضا، بدنشون ضعیفه. آریان یه حرف قشنگی میزنه، میگه ایرانی جماعت کیر نداره که، هم کیراشون کوچیکه، هم صبح تا شب اینه از کار میکنن، اینه سگ کار میکنن، دور از جونه یه سری ها. ما همه رو نمیگیم بچه، دور از جونه یه سری ها. بعد غروب هم میان خسته و کوفته، تاخ توخ دو تا تق آبشون میاد، بعد میفتن زمین. حالا بیا با بشکه این رو جمع کن، این ماس کوبیده میشن به زمین. اینو راست میگه لیدا، اینو راست میگه. ایرانی جماعت هم ضعیفه هم زود ارزاش. خارج گاییدم اون کسی که زود ارزاه و ضعیفه. من آخه از یه چیزه زود ارزایی یه چیزه، ولی این که مردا باید قبلش بدونن این قضیه رو که طبیعتا بعد از ارضا شدن یکم شول میشه، یکم فشارشون پایین میاد. یه لحظه ببخشید ساری، یه خانومی میگه زشته. خانم نگار، من گفتم که تو لایوای من قانون داره، زشته، این حرفا رو نزنید و تعریف کردن از مهمونای من ممنوعه. خب حالا اگه زشته، کسی برات کارت دعوت نفرستاده که بیای تو لایوی کونی زراشو گوش کنی؟ بلاکت میکنم. من فقط زنارم بلاک میکنم. یا علی برو گمشو نگار، من زشت داره تو گوه میخوری که این موقع شب زیر لایو یک کونی هستی، من انرژی هم ندارم، رو سر تو خالی میکنم و قدامو صف کن، نگارو بلاک کنم تا درس عبرتی بشه برای دیگران، دیگه زر نزنم. نگار بلاک خسوفونتی خارکسته، سیکتو بزن میرون جنده. نگار بلاک شدی، اینجا تو غلط میکنی که این موقع شب بیای زیر لایو یه کونی. من کونی هم، همش حرف از کی رو کس میزنم. اینجا نه سوره بقره میخونی، نه سوره ناس، نه سوره فلج و ملج و هر چیزی، نه عاشورا. اینجا فقط در مورد مسائل جنسی صحبت میکنی. من کونم، پسرم کون میدم، فقط در مورد کون دادنم صحبت میکنم. تو خیلی حیا داری فاطمه زهرایی، عزت معصومی هستی، برو گمشو سرتو بذار ساعت 11:30 زور به سمت خدا، شبکه 3 رو بشین جانمازتو بند کن عوضی. تو گوه میخوری که تو لایو کونی بیا زر بزنی. بلاک شدی نگار، دیگه نمیتونی لایومو نگاه کنی، گوه نخوره. حالا هر کیم، فقط زن، من فقط زن بلاک میکنم. بابا مردا با جنبن، خدا رو شکر کون شدم، خدا رو شکر کارم با مرداست. خودکش مردا هم پول میدن، هم خایتو میمالن، هم احترامتو میذارن. زنا آدمو نابود میکنن. خب بفرمایید، گوه کسکسا یا دنبال ویو هن، یا دنبال کیردوز دن، یا میان کسشر میگن کسدو کیرم تا امبر آخر دو کسکشه هرمزادا، کسکشه ریدین تو مجازی همه تو هرمزادا. آخه فکر داری کارت دعوت برش فرستادن، تو که زن خوبی هستی نشین زیر لبی کونی. ادامه بدید، کیپ گوین. سلام. سلام، خوش اومدی. حالت چطوره؟ لال شدی بهمن؟ مرد لیدا، تو صحبت کن فعلا. آره بهمن استوب کرد. چی داشتم میگو؟ من رامیلشونم. الان اومد یه لحظه استوب کرد. این آرشه. آرش سلام. آرش کدوم چیزیه؟ نت ضعیف بهمن. رامین عزیزم، رامین جون، رامین نت ضعیف. قربونت رامین عزیز. خوبی بابا؟ من نت به این خوبی کجاست ضعیف من؟ الان داشتی میچرخیدی، الان اومدی. خب لال شدین چی شده؟ ادامه بده دیگه ستون. خب من داشتم میگفتم دیگه، همینی که سوال که چهارشو دارم دیگه.
خب از آرش سوال کنین، از آرش سوال کنین، به من بگو آقای نیران چرا زوده ازم؟ رامی صدا میاد؟ آقا رامی آره بابا صدات میاد، زر تو بزن، چیزی نمیگی تو. رامی صدا میاد؟ رامی جا صدا میاد؟ داداش بابا صدایش تو من، خب حرف تو بزن، صدات میاد داداش بگو. میگم میگم چرا آقای نیران کسو میکن، کسو میکنم بعد مثلا میفتن زمین شلاموس میشن؟ چرا صدات نمیاد؟ چی گفتی؟ میگم آقای نیران کس میکنن چرا شلاموس میشن؟ کس میکنن چرا شلاموس میشن؟ خب رامین رفت پایین نت زعیف، سینما نت ما ضعیفه، نتشون اومد ریخت تو نت ما. چی میگفتم اومد یادم رفت حرفم داشت از زود ارزایی میگفتیم، زود ارزایی گفتم خانوه رو بلاک کرد. آره گفتم آره آره اینو بگم که مخصوصا برای ایرانی های عزیز اینو باید یاد بگیرن آقایون، یا تو رابطه نرن، حالا چه رابطه طولانی چه کوتاه مدت کار ندارم، وقتی هم که میرن بدونن که بعد از ارضا شدنشون شل میشن، یک مقدار فشارشون طبیعتا میاد پایین، اینها بعد مراقب رفتارشون باشن. طرفو بعضی موقع میگیرن، من شنیدم طرفو میگیره میزنه زیر مشت و لگد ده میکنه، چون اعصابش خوده، نمیدونه که بابا طبیعتش اینه وقتی مرد ارضا میشه یکم فشارش جابجا میشه، یک مقدار بیحال میشه، هیجانش کم میشه، بعد شروع میکنم به بدقلقی، بعد برخورد کردن با بقیه. خیلی مشاهده شده، خیلی بچه هم برام تعریف که میگن اینجور برخوردها رو زیاد دیدن و میگن چقدر خوبه رو قضیه کار کنن، خیلی زشته. اول کارشون گیر باشه التماس کنن، بعدش طرف رو هول بدن پرت کنن پایین، مثلا از یه ماشین یا از خونه، نمیدونم برخورداشون جالب نیست به نظر من. من یه بار دیدم یه دست بهمن بگو. بهمن یه خواهشی دارم از این به بعد وقتی که تو لایو منی هر کی میمیاد بالا توهین بهش نکن، بفهم کیه، چقدر جنبه داره، همه مثل لیدا نیستن. الان دوباره داری تکرار میکنی، کیوان دیشب تو لایو من رفت پایین، شیخ این شب رفت، اینا از چش من میدونن فردا چون تو لایو تو نیستن. اینو راست بفهم طرف چقدر، بفهم طرف چقدر جنبه داره، بعد خواهر مادرشو بکشونه چشاش. آره این همه آدم وردی خواهر مادر ما رو گاییدن، ما چیزی نگفتیم، حالا ما یه دونه خواهر مادر گاییدیم بهت برخورده کسکش. تو با جنبه ای، تو ستونی، تو کسی، تو نمیلرزی والا. این همه پشت خواهر مادر دادن تو لایو من، خواهر کسته کسی، تو نمیلرزی، تو ستونی، تو جنبه داری، همه مثل تو نیستن که. حرفت منطقیه، من احترام میذارم. آره حرفت منطقیه، من احترام. صحبت کن ببین در چه حد جنبه داره، بهش فوش بدی یه چیزی، نه اینکه تو اومد بالا بگی خارکوس نت ضعیف، خارکوس زر بزن، بعد اینا مثلا میان دایرکت من میگن آریان تو مثلا تو مشکل داری با ما، مثلا بهمن میاری با ما بری، نمیگم بابا چه مشکل داره، مثلا من الان با ما قرار نبود لایو بذاریم، فقط من اصلا حالم نداشتم اومدم اتفاقی لایو، میدونی چی میگم؟ آره شما چشم دیگه نمیگم، هرکی اومد بالا ببین چه جوریه، خوبه یا بده، چون لایو من از چشم من میدونم، میگم شاید تو مشکل داری، آخه آره من میگم من رو مادرم حساسم، میگم نه بابا الان به اون دوستت پشت ندادم که رفت پایین، آره خودش فرار کرد دیگه، من که پشت ندادم بهش. اوکی درسته، ما داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم، ما که از این بحث میایم بیرون. لیدا جون، لیدا برای خودت هم اتفاق افتاده که این صورت باشه که بعد برخورد کنه؟ آره فکر کنم اول خواهی مالی تو بکنه، بعد که آبش اومده باشه باید بحث کنه، دعوا کنه، بزنه، فوش بده، توهین کنه. تقریبا من آریان جون میشه گفت، حالا درصد نمیدم، شاید بعضی بگن نه پایین بالاتر گفتی اینا کنه، ولی خیلی ها رو
من هم شنیدم هم خودمم آره برخورد داشتم که قبل این که ارضا بشن انقدر باهات خوبن، دوستت میکنن، بغلت میکنن، قربون صدقت میرن، ولی وقتی که ارضا میشن اصلا اینقدر بد باهات برخورد کنن و زود از تو فاصله میگیرن، هولت میدن، اونور اصلا به قول بهمن عزیز آدم حالش بد میشه، میگه تو الان که قربون صدقه میرفتی چی شد چته؟ حالا یه کسی مثل من تجربهش بالای سنش بالای میفهمه، میگه اشکال نداره این ارضا شده 10 دقیقه دیگه حالش خوب میشه، ولی خب خیلی زشته که آدم بعد این قضیه که کارش تموم شه بعد برخورد کنه. به قول بهمن عزیز دو سه دقیقه با اینکه بی حالم هستی دستتو بزن زیر سرش، یه نوازشی، یک دونه بوسی، نه که خیلی برخوردا بده، خیلی زشته واقعا. برو کار کنن روی این قضیه. آره برام من لیدا آریا من یه چیزی هم بهتون میگم، ببین اصلا رابطه گذاشتن اینا بلد نیستن، اینا فقط دنبال اینن که یه سوراخ پیدا کنن کیرشون رو بکنن تو کس، آبشون بیاد خداحافظ. به خاطر اینکه رابطه هاشون یه طرف، لیدا رابطه که یه طرف باشه به مشکل میخوری، رابطه باید دو طرف باشه، تو رابطه باید عشق باشه، تو رابطه باید محبت باشه، میدونی چی میگم؟ رابطه باید دو طرف باشه به نظر من. لیدا یه بار همین اتفاق برای من افتاد و مثلا طرف یه آقای عرب بود، عرب جردن یا عراق بود، بعد این دو سه بار مثلا میومد منو میکرد، میگن چیزی که مفت باشه بیارزشه، خب آره میگن چیزی که مفت باشه بیارزشه، مثلا دو سه بار اومده بود منو کرده بود. بهمن میخوای بری پایین یه بار دیگه بیای بالا؟ بیام. چه خونه دهاتی برای خود درست کنی؟ یک ماه بسیدی که قدر زن آره دیگه، یه خونه که توش زن نباشه همینه دیگه. بعد یه عربه بود لیدا جون، همجوری یک مثلا دو بار سه بار اومده بود خونم، بعد این همیشه دیر وقت میومد، مثلا ساعت یک و دو بعد از کارش میومد منو میکرد میرفت خونه. بعد اتفاقی بعد یک بار مثلا من یکی زنگ میزنه، مثلا مشتری یا دوستم زنگ میزنه میگه مثلا من میخوام بیام، بهش میگم به هم بگو که مثلا بگو من تو راه هم مثلا 10 دقیقه دیگه میرسم 20 دقیقه دیگه میرسم، یعنی تا حالا هیچکی نشده که بدونه مثلا بگه من تو راه هم بعد بیاد در خونمو بزنه، مثلا میگه من پایین آپارتمانم بیا دنبالم یا مثلا درو باز کن. بعد اون شبم عربه اومد تو خونه من، تازه ما رفتیم رو تخت تا کشیدم پایین بکنه، دیدم یکی داره در میزنه سلام جناب، یکی داره در میزنه، بعد دیدی عربه سری کشید بالا گفت این کیه اومده و مثلا من با اون عربه این حرفا رو نداشتم، اون مثلا که من مشتری میگیرم و روزی 10 بار کون میدم، بالاخره من هر چقدرم که جنده باشم خراب کونی باشم ولی باز هر کی مشتری میاد تو خونم یعنی انگار من باکرم، اون احترامه رو نگه میدارم. بعد تازه من کشیدم پایین که بکنه تو کونم، تا مخواست بکنه تو کونم، این کسکش دوست من که گفته بود من دارم من میام ولی نگفته بود که من تو راهم، بهش گفتم هر وقت میخوای بیای به من بگو تو راهم یا اینکه رسیدی اینجا پیام بده، این کسکش دیگه همجوری سرشو مثل خر انداخته بود پایین اومده بود در خونه من، در خونه منو زده بود. تازه ما میخواستیم بریم رو برنامه که منم خیلی حشری بودم نیاز داشتم، بعد خوشگل اصلا منو بیار برو کیرم تو همه جد آبادت کسکش تو گه میخوری خوشگلی بیت لای به من، گم شو بیرون، وایس اینو بلاک کنم لیدا، تو گه میخوری که خوشگلی بیت لای به من، گم شو بیرون، من زن نمیارم تو لای من بالا احمق، فکر اینجا لایو جقیه که کسشو باز کنه و بگه من خوشگلم بیار بالا، برو گم شو کسکش عوضی، انقدر پر این جامعه کس و کونا رو پر رو کردن که انگار فکر کردن که فقط بگن ما خوشگلیم، ما کس داریم، ما سینه داریم، ما رو بیار بالا، گم شو بیرون، این لایف حرمت داره کسافت، اینجا گاوداریه که سرشهر خری بندازه بیاد بالا. بعد این در زد و عربه کشید بالا و دیدم عصبی شده و بعد من به این پسره به گوشیم زنگ زد، من پشت درم در رو باز کن، بهش گفتم تو برای چی اومدی و به من بگو و اینا، بعد گفتم برو پایین یک مهمون دارم میخواد بره دوست نداره تو رو ببینه. بعد دیگه این پسره رفت پایین و
این عربه رفت بیرون، عربه هنوز نکرده بود، عصبی و فوش داد، کونی و جنده، و تو الان هنوز من نکردم یه بکن دیگه دمه دره، روزی 10 بار کون میدی و اینا. فهمیدی چی شد؟ منظور میگم که آره. منظور اینه که این کامنت ذهنمو درگیر کرد. بعد منظور این که آره مردا اینجوری هم مثلا تور و قبل از رابطه یا بعد رابطه این خشونت و بیادبی رو دارن بی لولا، میدونی؟ خیلی زده حاله. قبلش که میخوان ببخشید چیزت هم بخورم، التماس و خواهش، بعد بعضی که چیز میشه بابا اینو باید بدونن که بابا طبیعیه، مرد بعدی که ارتباط بشه یکم جلوی اینا میشه، یکم خودش آمادگی داشته باشه. مثلا کارت که تم شد طرفو همج علکی یک نوازش یه بوسه کوچیکی بکن، بگو مرسی دوست دارم، ببخشید من یه لحظه استراحت کنم، اینو بگو استراحت کن. ولی بعضیا شنیدم خیلی بد برخورد میکنن، حتی طرفو میگیرن میزنن یا میگم برو گم شو، تو چرا اومدی پیش من که من این وضعیت بیفتم، حالم الان بده، حالم خراب شد. من اینجور چیزا متاسفانه. یونای عزیز، خانم شادی، کاتب عزیز، اگه شرایطشو دارید بید بالا کامنت بذارید، من بیارمتون بالا، خوشحال میشم عزیزم. خب اوکی، بعد اینو آقای بهمن عشقم تو لایو کامنت زن یونا دایی رو بیار بالا. باشه، بعد اینجوری دیگه. آره بعد اون دیگه 1000 بار به من زنگ زد، 1000 بار از توی خط مثلا نو کال آیدی زنگ زد و التماس و منو ببخش و اون شب بیادبی کردن. نه، من درست لیدا کونم، درست من زیر هر کیری میخوابم، ولی خدا نکنه که یک بار از چشم آدم از چشم من بیفت. من تا همیشه اینجوریم، سایه به سایه، شونه به شونه با طرف هستم، خدا نکنه یه بار از چشم بیافته دیگه، خدا هم بیاد پایین میگم نه. من اینجوری هم، چون هیچ وقت بی احترامی توی حریم خصوصی خونم که یکی اومده هیچ وقت بی احترامی نکردم، همیشه قدر و عزت، سلام، خوش اومدی، همه چی براش، تا اومدن تا رفتنش رو صفر تا صدش رو من مثلا کارش رو انداختم. ولی اینکه اینقدر جرأت میده به خودش بی ادبی کنه، نه دیگه هیچ وقت. اینقدر پیام داد، اینقدر واسطه فرستاد، دیگه من هیچ وقت جوابشو ندادم، گفتم نه. یک بار از چشم بیافتی دیگه افتادی. بفهم. آره دیگه. خانم تصویر یونا رو داری؟ من وقت نشد بگم. آره انجون، هم تصویر شما رو دارم، هم یونای عزیز تصویرتون رو دارم. همیشه چرا ساکت هم؟ پس خوبی؟ نه سلام کردم، داشتی صحبت می‌کردی. آریان، ما دیروز سه توله های شیلا اومد دنیا، بعد دیشب تا الان همش داریم شیفتی بیداریم، شیفتی میخوابیم، پدرمون در اومده، تا 2 هفته همینجوریه. اگه مادر ندارم. آره بذار توله هاشو بهت نشون بدم، یه لحظه کامنتار ببن. من که نمیبینم، تو نشون بده. خب بچه هم میبینم. اوکی کامل، اصلا من ندارم ات. برو بچه ها منو میبینی؟ لیدا منو میبینی؟ آره آره من دارم تصویرتون رو. چه کوچولو خوشگل، وای وای. آره چه کوچولوه. الان برسی شما مراقبت میکنیم، مگه مادرش چجوریه نمیتونه مراقبت کنه؟ تصویرم اومد برات آریا؟ نه تو راحت باش، مثلا این دیگه مال چیز جدید دیگه، خراب. راحت باش بهمن. آقا بهمن منو داری؟ آره عزیزم سلام، خوبی عزیزم؟ خوش اومدی. باز من آقا بهمنو ندارم. اوکی آریا منو داری؟ خب. تو برکو دارید ندارید دیگه؟ با صحبت کنید. خب داشتم میگفتم یه دونه شما دارید ندارید. چند تا بچه؟ یکی یکی. اینم دو، اینم سه. خیلی 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 نازه، ماشالله قشنگن. شیلا شیلا مامانشون چه خوشگل. حال نداره، سزارین شد دیشب، پدرمون در اومد. مگه طبیعی؟ من یونا جون اصلا من حیوانات رو خیلی دوست دارم، ولی یه تجربه بعدی که تو زندگیم دارم، چون من خودم کودک کار بودم،
و پدر مادرم نتونستن از من مراقبت کنن که درست بزرگ بشم و درست تربیت بشم، از مسئولیت پذیری متنفرم و هیچ وقت نمیتونم چیزی را گردن بگیرم، نه بچه، نه شوهر، نه زن، نه سگ، نه گربه. به خاطر همین مخالفم با حیوانات. چون تو تنهایی، خب یه دونه خونگی مثلا سگ داشته باشی انقدر بهت آرامش میده. اینو باید تجربهش کنی، نمیتونم الان بهت بگم. یه هفته پیشت باشه انقدر احساسه، ببین هرچی افسردگی داری از بین میره، حالتو خیلی خوب میکنه، جدی میگم. و هیچ مسئولیتی هم نداره، فقط سه ماه یه بار باید ببری قرص انگلشو بزنی و غذاشو بدی، تو هم که بیشتر اوقات خونه ای. خیلی همدم من من نمیتونم. مثلا من هر کی اولی به من هر کی مشتری پیام میده میگه حیوان خونگی داری؟ آه بعدشون میان میترسن دیگه، مثلا نمیان دیگه، مثلا دیدی که خاطر مون میگم میدون از این کوچولو ها فرق نمی کنه. حالا کوچیک بچه هر کی به من میگه تو حیوان داری؟ مثلا بعضی موقع همجوری گفتم، مثلا گفتم بینم جریان چیه، گفتم آره یه گربه دارم، طرف نیومده. آها خب دوست ندارن. نه میدونم چی میگه. همون مشتری های من مثلا میترسن که حیوان داشته باشه، میگه الان میره حیواناش ما تیکه پاره میکنه. دوتا خواب نداری؟ نه با من یه دونه دارم. نه اصلا من کلن اگه تو قصرم زندگی میکردم اصلا من حیوان دوست ندارم. آه. چون میگم چون حسن. آدم خیلی به چیز بزرگیه، مسئولیت بزرگیه و من نمیخوام که شرمنده بشم بخاطرم. ببین آریان تو تصویر من نداری، الان اینو ببینی دلت زف میره اندازه یه بنده انگشته. آخه میدونی چه هدف فرق میکنه؟ چون تو متأهلی و بعد تو زندگی همه کاراتو کردی دیگه، چسبیدی به سر. آخه دیگه آره، ولی مثل من دیگه دختر خونه نیستی که من تازه اول زندگیمه و من دنبال هدفای خوبم. کودتا گرم. خب شما خاطره. آره غیره حیوان داشته باشی خوبه آدم نگه داره. من چون تا به حال نداشتم تو خونه، چرا چند باری خرگوش گفته، خرگوش میتونه خونه نگه داره، ولی سگ و گربه نداشتم. من آدم سگ خیلی میفهمه. به این من مادرم مرده بود، خب به رحمت خدا رفته بود، شیلا 400 برش فهمیده بود، خدا شاهده. ببین تو خونه میگشت بیتابی میکرد، هی میومد منو بوس میکرد، بعد لحظه که من فهمیدم قش کردم، حالا بعد شد تنها بودم تو خونه، این انقدر اومد لبای منو لیست، چشامو لیست، به هوش اومدم، بعد همش من گریه میکردم، این منو بوس میکرد، خدا شاهده. همش یه ساعت میچرخید، میگفت چه گریه نکن. خیلی همدم خوبیه واقعا، فوق‌العاده است. و یه چیز دیگه هم هست، من خودم شخصه آدمی هم که خیلی بیزی هستم، یعنی سرم خیلی شلوغه. من اصلا کلن تمیزکاریم یه روز طول میکشه، باشگاه دارم، آشپزی دارم، لایف دارم، مشتری دارم و اصلا نمیتونم بپذیرم که بتونم از یک حیوان خانگی هم مثلا غذاشو بذارم. بعد من مسافرت زیاد میرم، حوصله ندارم جلو هر کسی بگم بیا اینو نگه دار این کن. نه اصلا نه، never mind. نه چیز تایپ زندگی من نیست حیوانات. خیلی زندگی من سختی دارم. من حتی بعد ببخشید مثلا من خودم مثلا میگم مثلا لیوان آبم مثلا رومیز باشه جیغ میزنم تو خونه. میدونم. من لیوان اوتو لیوانم مثلا روی مب مثلا پام میخوره یا رومیز باشه باید تو سینک باشه لیوان، جیغ میزنم تو خونه با خودم خودزنی میکنم. بعد حیوان بیارم اینجا رو به هم بریزه و نمیدونم گوه کنه، ان کنه و شاش کنه، اوه دیگه بدش. اولا که خب تو همون دستشوی میردی بعد از این پدا، حالا تو من نبینی از این پدا حالا همون روز یه بار عوض میکنی، هیچ کثیفکاری هم نداره، خودش دیگه بلده، میره جیش میکنه آبشو میخوره، اصلا هم خرابکاری نداره. ولی گربه خیلی خرابکاری داره، ولش کنی تو خونه نصف چیزاتو شکنده، ولی سگ اینطوری نیست. آه بکنم باید برای بهمن دو تا سگ بگیریم، بهتره نگهداریش خوب. نه بهمن رفت. رفت؟ آره داره میچرخه. خب بریم برو لیدا جون صحبت کنش.
خب یونای عزیز صحبت نکردم، ما خیلی صحبت کردیم، یونای عزیز اومد بالا و فقط بحث هاپوها شد. یونای عزیز آره خودتون میکنم بس دیگه، خیلی ها نمیدونن، تجربه ندارم، باحاله، یه حس شیرینی اینا بچه دار شدن، خیلی قشنگه. تو کامنت ها خیلی هست از یونای عزیز سوال کردن که یونا خودشو معرفی کنه، پسرن دخترن چیان؟ بچه ها من پسرم 26 سالمه، یک ماه دیگه میشه 27 سالم، تهران زندگی میکنم، یه رگم لوره یه رگم آبادانیه و متأهلم. چی وزن و قدت چقدره؟ من 1.61. تو وزنت؟ 53. 53 کیلو. یه سوالی دارم، مثلا من خب من پسرم در نقش یه دختر و اینکه مثلا من قدم 1.78 با 56 کیلو، همیشه دوست داشتم 1.60 باشم، 1.50 باشم، مثلا وزنم خوبه برای یکم قد بلندم. خب ما اینجوری هستیم، شما آقایون چی؟ شما فکر کنم دوست داشتی 1.80 باشی با 90 کیلو. آره آره آره، من پدرم خیلی قد بلنده، مادرم هم خیلی قد بلند بود، داستانم خیلی باحاله. وقتی که من به دنیا میام، 7 ماه دنیا میام، خب بعد کنز بودم، یعنی 3 ماه بستری بودم بیمارستان و تو دستگاه بودم. بعد مادرم میگه لحظه که ما تو رو تحویل گرفتیم لای پنبه گذاشتیمت، یعنی لای پنبه گذاشتن تو رو به ما تحویل دادن. بعد دکتر گفته بود که این اگه زنده بمونه از این آدم کوچولو ها میشه، چون خیلی ضعیفه. خب 7 ماه معمولا ضعیفه دیگه، کلا 2 ماه زودتر بدانیم قدش تا 140 بیاد بالا. بعد عموی من مثلا با بابام اون سال مثلا 300,000 تومان خرج من میکنن، که مثلا حالا خیلی بوده دیگه 300,000 تومان اون موقع، مثل 300 میلیون. آره دقیقا، خیلی هزینه میکنن ویتامین اونم چی و چی و چی و اینا. تازه بعد من شد رفتم دکتر، مثلا همش میرفتم چکاپ و اینا، میگفت برو خدا رو شکر کن داره قدت بلند میشه، یعنی اگه اونجوری میموندی خیلی بد میشد، ما خیلی ناراحت بودیم. بعد میگفت مثلا ما باور نمیکردیم انقدر بشی، ولی خب خدا رو شکر که تنم سالمه شکر، قد زیاد مهم نیست. تقریبا پس مثل همیم، شما 161 من 162 هم، 62 هم وزنمه، پس من جون داد تر از شما میگم، وزنم یه سری داره. خانم میگم، خانم آقای یونا، یونا و خانم لیدای عزیز، میخوام یه اعترافی کنم. وقتی زندگی یونا رو میبینم و زندگی لیدا رو میبینم، همیشه حسرت میخورم، میگم کاش منم میتونستم مثل یونا زندگی کنم، مثل لیدا زندگی کنم. شاید بیادبی باشه، جاش اینجا نباشه، ولی واقعا بچه ها زندگیم همش شده مثلا همین رابطه، فقط کون بدن. یعنی من اگه واقعا میگم حسرت زندگی شما رو میخورم، میگم کاش من خواجه بودم، کاش من کافور بدم بخورن این حس گرمی من، که اصلا من غذا نخورم مثلا منم جوری هی میاد برای من آبم، کاش منم بتونن یه کاری برم دکتر یه چیزی، از این خسته شدم مثلا، میدونی چرا؟ همش دلم میخواد اصلا لاغرم، غذا نمیخورم ولی رابطه میخوام، نمیدونم این آب از کجا میاد. آره یعنی یه چیزی بگم، ببین اونایی که مثلا توی رابطه خیلی سردن، اینا درمان دارن. خب اونایی هم خیلی هاتن، اونا هم درمان دارن، اینو خب باید یه پزشک خوب صحبت کنی، نه این که حس تو نمیبره، ولی با روانشناسی و با یه سری دارو کمش میکنن حسشا. آخه میدونی که یه جوری مثلا این رابطه اومده توی زندگی من، اگه ما الان حساب کنیم یک دماسنجی رو بگیریم بگیم 100%، 99% این ویروس اومده تو وجود زندگی من. ببین رابطه منو خوشحال میکنه، رابطه منو ناراحت میکنه. یک رابطه خوب منو به اوج میرسونه که به خوشبخترین پسر دنیا، و یک رابطه که نداشته باشم ضعیفترین و بدبخترین پسر دنیا. یعنی همه چی شده مثل اون مواد تریاک شیشال هر چی که هست، تا اون به من برسه من خیلی انرژی دارم، خیلی با اخلاقم، خیلی خوبم. یا علی التماس دار یک بار این رابطه 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت یه روز عقب بیفته،
یعنی پریودی میشنم که زنها نمیشن، میدونی؟ ببین تو پس آره من چی کشیدم، من اینکه 30 سال کار کردم بعد خودت کار کنی آره. نمیشه که پرخاشگر باشی یا هر چیزی، آدم باید خودش رو کنترل کنه. خب این خیلی مهمه و اینو با روانشناسی میتونی اوکیش کنی با پزشک، خیلی زودم خوب میشی. آخه اصلا بحث روانشناسی نیست، با اینکه من اینقدر بیزی هستم، یعنی سرم شلوغه، روزی مثلا من 3-4 ساعت توی ورزش هستم، پیاده روی زیاد میکنم، مثلا درگیر همش درگیر خونه تمیز کردنم، همش لایف میذارم یه جوری از این بیام بیرون، ولی نه تو لایف نشستم میبینم ستونم زده بالا. آریان جون من برعکس یه چیز بگم شاید تعجب کنی، شاید هم باورت نشه. خب من برعکس اصلا اینطوری نیستم که تو قضیه پایین تنه مردها و پسرها اصلا نیستم، یعنی جدی دارم میگم اصلا برای من مهم نیست. من میگم دیگه شما یونا خوبی، شما اصلا تو این چیزا نیستی. آره اصلا مثلا پسری که ببینم خوشم بیاد از تیپش از اخلاقش نه، اینقدر دوست دارم بیاد مثلا بغلش کنم باش قلیون بکشم هم دیگر رو فوقش تو آغوش بکشیم، اینا اصلا اون قسمت پایین تنش شکر خدا برای من مهم نیست اصلا. بود نبود همدم میخواد. کی من؟ لیدا باورت میشه؟ سلام دوست، سلام جمیله جا. من امتحان کردم، یعنی من با روانشناسی هم درست نمیشم، من ذاتم اینه. لیدا میگه تو مثلا من، پس من چی بگم؟ 30 سال تو رابطه با زن و شوهری بودم. لیدا تو خراب نبودی، تو این کاره نبودی، تو اگه واقعا این کاره بودی با اینکه زن و بچه هم داشتی کارتو میکردی، ولی تو ذاتت نبود عشقم، تو ذاتت نبود. من با اینکه مثلا ببین یکی تو ذاتش باشه، خب چه زن داشته باشه چه بچه داشته باشه، تو قوطی هم باشه کونشو میده، ولی یکی هم که مثلا نباشه، تو تنها باشه، تو بهترین شرایط هم باشه، اون کارو نمیکنه. تو ذاتت نبود، تو 30 سال با زنت زندگی کردی، رابطه تو زنت رو دوست داشتی، زندگی تو دوست داشتی و اصلا پایین تنه برات مهم نبود که بری بدی. ولی خب اون موقعی هم که دوست داشتم یه پسر کنارم باشه، یا بعضی موقع اون هیجانات داخلی رو تخلیه کنم، همونم نمیتونستم. بدبختی اونم که دوست داشتم هم نمیتونستم. آریان جمیل خوش اومدی، سلامی هست بفهم. جمیل اومد؟ ندارمش جمیل. آره جمیل چیه؟ نتش ضعیفه، دوباره بیارش. جمیل یک کسا بار منم. جمیل خوش اومدی، زر بزن. آره نتی ضعیفه، دوباره بیارش. نه این کلا همینه، این الان تو خود توی نت هم باشه این ذاتش خراب. گوشی نکن دانوس، دوباره درخواست بده بدبخت. من نمیدونم این میگه من شب تا صبح 5 میلیون میگیرم، چجوری 5 میلیون میگیری؟ بابا 100 تومنش بده یه نت خوب بگیر بدبخت. آره هم میگم چیزه، تو واقعا اینو تو رو خدا راست بگو جان، جدا از این کارا خوب دوست نداری واقعا یکی که کیسته خب شرایطش هم یه بیاد کنارت با هم دیگه زندگی کنید با... یعنی خیلی دوستش داشته باشی، بتونی دوستش داشته باشی، آدم خوبی باشه. آخه با احترامی که به تو دارم چون پسر خوبی هستی، ولی کلن من جز پدرم و برادرم هیچ مردی دیگر رو قبول ندارم و شما که تو دوستمی، من نه، من این اجازه رو نمیدم. حاضرم تا آخر عمر چوب تو کونم بکنم، ولی اجازه نمیدم یک مرد بخواد کنار من خوشبخت باشه. زهد بخوردی؟ به نظر من مردی که ببخشی تو کون مرغ میکنه، تو کون شتر و اسب و خر میکنه، چجوری میتونه جرأت کنه با من، با اصالت با منش تو یک خونه زیر یک سقف بشه؟ من یک هنرمندم، اجازه نمیدم این نره خرا کنار من باشن. خب اگه یه روزی عاشق شدی چی؟ آدم دست خودش نیست دیگه، خیلی ها ادعا کرده بودن نمیشن ولی شدن. آخه تکلیف من روشنه یونا جو، من فقط کون میدم. خب میگم یاروش حتی تو دلت بخوادش دوستش داشته باشی. آخه نمیدونم
چجوری بگم، خیلی رو این سوال رو من از همیشه از من این سوالا میپرسن، این چالشو منو میکنن، ولی نمیگم، ولی فکر نمی کنم، شاید مثلا طرف باشه مثلا هفته یه بار ببینمش، ولی فکر نمی کنم که بتونم سلام زیر یک سخت باشم. خب یه خانم نوشته یونا چه با ادبه. اوکی من گفتم شما نمیتونید در مورد مهمونای من نظر بدید، حالا که یونا با ادبه من تو رو بلاک میکنم، فقط با ادبیشو تو لایو خودش نگاه کنی خانم عزیز. من گفته بودم که خط قرمزام چیه، از مهمونای من تعریف کنیم. لیدا چقدر با شخصیته، یونا چقدر با شخص، جمیله چقدر چیپه. نه اینا رو بگین من بلاکت میکنم. آقا چیپه که دیگه تعریف نیست که. خب خوب من تصویرتو ندارم، عصبی نمیشم بعد وقت. خب سلامی از جمیله بفرمایید. سلام مجدد. چی شد؟ من تصویرشو ندارم. منم ندارم. یونا داره؟ یونا داره؟ فکر میکنم یه میگه داره میچرخه و اینا. تو همه رو داری، صدا داد تو کونت میاد چاقالو. خواهی تو سر میگه کون میدم. خب الان کی بالاستی خانم لیدا؟ الان یونا جونه که نمیدونم رفته کجا، دشری رفته کجا نمیدونم. خب رفته و من آره. بله بچه ها من چیزم، من حسودم، من بدبختم، ولی همونیم که تو لایوم. درسته لیدا جو؟ من از اون با سیاست هایی نیستم که پشت با آروم بلاک کنم اینا، نه جلو روتون میگم. من اینجور آدمیم، من اینم. مهمونای من تعریف کنید و چقدر با ادبن و با شخصیتن، بلاک میشید. اونم که پروفایل زنونه داشته باشید. مردا نه، مردا مشکلی ندارم، مردا هر گویی میخورم بخورم، I don't care. من بله من 100% من حسودم، من یه آدم بدبختم، بدبخت روانی حسود هر چی که شما میگید. پس شما سعی کن با ادب باشی و رو خط قرمز من پا نذاری. خب لیدو چی یونا برگشت؟ آره. خب آره. نه یونا جون نه، من فکر نمی کنم که، من اعتقاد دارم که من یه پسر با ارزشم و جز پدرم و برادرم و تو هیچ مردی رو نمیتونم کنار خودم تحملش کنم و این اجازه رو نمیدم که کنار من یک پسر هنرمند که تو خونش هنر میریزه از هنرمند استفاده کنه و آرامش داشته باشه. من اعتقاد دارم مردها از اول زندگی تا زمانی که میمیرن باید تو بدبختی باشن. نظر شما چیه؟ من یه عقیده رو قبلا نداشتم ولی دارم کم کم بهش میرسم. من اعتقاد دارم که مردها از زمانی که به دنیا میان باید تو سرشون خورده بشه و تو بدبختی و تا آخر عمر که میمیرن زج بکشن و کیا خوشبخت باشن و لذت ببرن. آریان عارفی چون کونه، چون پسره، میتونه بهترین زندگی رو داشته باشه، چون ماشاءالله همه چیزشو داره، وقتشو داره، انرژیشو داره، آزاده، فریدوم داره، نه زن داره، نه بچه، نه شوهر، و میتونه قشنگ صبح تا شب قنبل کنه و بده و شما تو لایو بسوزید و زخمی بشید. بفرمایید. آریان جو ببین یک بعضی موقع من فکر میکنم که صدامون پس تو پیشه با هم حرف میزنیم. بفرمایید. میگم که میدونی من واقعا این چیزایی که گفتی به چه مردایی مثلا این حسو دارم، به آدمایی که اون مردایی هستن که توی اتوبوس و توی مترو و توی خیابون اینو انگولک میکنن، اونو انگولک میکنن یا اونجاشون رو نشون میدن. به نظر من اون مردا، من واقعا به اون آدم همچین حسی دارم که الان گفتی، واقعا اونا مرد نیستن. ببین از چی بگم کمترن اونجور آدم ها، خیلی دیدم، خیلی دیدم. میاد دختر مردم رو ببخشید خم شده یه چیزی بخره، یه دست میکشه پشتش، تو بازار دستش میخوره به سینه یارو، تو کوچه به دختر مردم در میاره نشون میده. اینجور آدم ها کثیف‌ترین آدم های روی کره زمین. آره یه لحظه خانم، میگم همش میگم خانم، آقای یونا ملیکا 500,000 تومن دادی
که از بلاکی درت بیارم. اومدی به دوستم گفتی برو به آریان بگو از بلاکی درم بیاره. 500 تومنم به پیج فیکم که یکی فیکمو زده بود دادی، شد 1 تومن. که چی بشینی لایو به منو نگاه کنی؟ الان میای کامنت بد میذاری دوباره. میدن لیدا، یونا لیدا، تجربه من به هیچ کس دوبار شانس ندید. خواهش میکنم تو زندگیتون به یه نفر دوبار شانس ندید. من کردم پشیمونم. ملیکا 1500000 تومان دادی به پیج فیکم که فیک بود، اسم من زده بود، گفت فکر کردی منم از بلاکی درت بیارم. یک بارم به خودم دادی، گفتی هدیه برای به مدیر برنامه‌ام دادی، گفتی بده به آریام، فقط من کامنت اشتباه گذاشتم. الان دوباره کامنت بد گذاشتی. نه دیگه بهت فرصت نمیدم ملیکا، برو گم شو. من فرصت نمیدم. حالا بعد بود مریض بودم به خاطر شما اومدم لایف، دیگه فرصت. همه بعدا رو حذف میکنم، فقط خوبا تو لایف باشن. ملیکا خداحافظ. یونا بفرمایید. آره. ملیکا بای بای. الان بیشترینن. ملیکا رفت تو لیست سیاه، از 4 تا پیج به از یوتیوب هم بلاکت میکنم. وایسم نمیذارم، دوست دارم کاری میکنم تو زندگی مارتیسی دارکت بمونی. وایسم مارتیسی دارکت. خب اوکی ادامه بدید. آره دیگه، بحثم سر این آدم های مردای کثیف که اونجاشون رو در میارن به همون نشون میدن و اینو دستمالی میکنم دستمالی میکنم. هم نظر تو راجع به مردا اونه، من نظرم روی اینجور آدم ها اون چیزیه که تو میگی کثیف نجسه. من نظرم اینه. یه چیزی بگم ببخشید، یه چیزی بگم یونا، به عقاید تو احترام میذارم، به همه عقاید احترام میذارم لیدا جون شما، ولی کلا اینی که میگم نظر شخصی خودم، کلا گفتم چه مرد خوبش چه مرد بعدش، کلا ذات مرد رو که کلا ذاتیت یک مرد داره رو اجازه نمیدم کنارم باشه اصلا، چون من بسیار موجود با ارزشیم. چون مردها آدم های کثیفی هم. تو خیابون که میکشن پایین شاش میکنن، کونشون رو نمیشورن، شاششون رو نمیشورن، پشماشون رو نمیزنن، ماهی یه بار حموم میرن، هر چی میبینن میکنن توش. خب این چه میخوای، چه تصوری، چه مرد خوبی میخوای تو داشته باشی؟ زن خوبه، زن همیشه تمیزه، همیشه احترام برای خودش میذاره، همه چی. به نظر من این دنیا فقط همش باید زن میشه، نه اینکه مرد. من نه، کلا بهترین مرد دنیا باشه که اصلا باکره باشه، حالا همه چیزش خوب باشه، بازم اجازه نمیدم. عقیده منه هیچ وقت اجازه نمیدم هیچ مردی از انرژی مثبت من، منی که دنیام به این زیبایی بسیار توی خونم آرامش دارم، بیاد کنار من از آرامش من استفاده کنه، کاری میکنم تو زندگی دارکش بمونه. یا علی، این حرف من بود. حالا باز جدا از این بحثایی که کردین، جالبه یه تعداد، حالا اگه شون بر نخوری یه تعدادی کار کم و زیادشم کار ندارم، به شدت بی‌لیاقت هم پسرا آقایون. خب مثلا من به چشمام دیدم طرف، خب توی تا 19 سالگی کجا بودی آریان جون؟ توی چی میگن این بچه های چیزو بزرگ میکنن، اونا که بد سرپرستن و اینا، پرورشگاه اینا، آره تا 18 سالم نمیتونم بیام بیرون. خب من بود کسی که تعریف که از دوستان، خب میگه همچین کسی بود، آشنا شدیم از طریقی، من همه چی داشتم، وضعیتم خوب بود فلان، این پسر با من آشنا شد و بعد گفت که تو رو خدا من خانواده ندارم، محبت ندیدم، میشه بیام باید زندگی کنم، هر چی تو بگی فلان. میگه او که دلم سوخت، گفتم باشه بیا، یه مدتم کار نکردی، پول هیچی هم نداری، یه دست لباسم فقط بیاری کافیه برای خودت، بیا اینجا اوکی، محبت میکنم بهت فلان. بعد یه مدت اون بنده خدا که پرورشگاه بوده برای این ناز آورده و باز برای شرط و شروط میفرستاده. بعد طرف خیلی زورم میاد، چرا بعضی از پسران که بی‌لیاقتن و من اینو قبول دارم، خیلی بی‌لیاقتن. اولین پسری که من گفتم عاشق شدم دوستش داشتم، باید میشه از رو کارتونا و از زیر پل و روی خاک و خله ها جمعش کردم. بعد بی‌لیاقت چیز دیگه بکشه ازت جان. خب من میگم اون پسری که مثلا لیدا
چه میدونم باش بوده یا اینی که الان تعریف کرد، اون فقط هدفش این بوده، اصلا احساسات نداشته، داشته نقش بازی میکرده، فقط میخواسته بیاد یه پولی بگیره و یا علی یا علی. خب میگم خود ضرر میکنه، حرف منم همینه، میگم بی لیاقتن، بی لیاقتن. توی که تو خیابونی کسی به یه تیک نون پرت نمیکنه جلوت، حالا یکی اومده بیت احترام گذاشته، یکی گفته بیا تو زندگی من، خرجت هم میکنم، تحویلت هم میگیرم، همه جورم هوا تو دارم، بعد یهو نمیدونم چه اتفاقی میفته، طرف فکر کنه چه خبره، میدونی؟ باید که بعضی واقعا بی لیاقت هم، نباید بهشون رحم کنی، نباید مراعاتشون رو بکنی، پوستشون رو باید بکنی. آره من کم کم دارم این قضیه، من که وظیفه‌مو خوب انجام میدم و خواهم داد، ریشه این مردا رو میسوزونم و آتیششون میزنم. و اینکه من وقتی باشگاه میرم آخرین نفر میرم و آخرین نفر میام بیرون که چشم به این مردای کثیف نخوره، باورتون میشه؟ واقعا من وقتی تو خونم میرم بیرون یه جوری آروم میرم که این مردها منو نبینن، اصلا نمیخوام انرژی کثیفشون و دنیای زشتشون به من بخوره، چون هرچی جنایت داریم دست این آقایونه دیگه، چرا نمیخوایم قبول کنیم؟ ما هرچی جنایت داریم از آقایون، ریشش از آقاست. امروز اگه من کون شدم به خاطر آقا، اگه امروز ببخشید به ناموس طرف تجاوز شده آقا، یه زن که نمیره تجاوز کنه به خر، گوسفند، بچه، شطور، هر جا نقش یه مرد بوده، آدم کشته، مرد کشته، که انتحاری شده، مرد بوده، نمیدونم اینجا یکی پشت خونه گو گرده رفته، مرد بوده، اونجا مرده رو دیوار شاشیده بو گرفته، مرد بوده، زن که نمیره بکشه پایین بشاشه. خب پس کل نسل مرداستی کلا. anyway whatever I hit men، یعنی من متنفرم از مرد، ترجمهش هم کردم. hit men I hit men I hit men. آریان یه هایا بگو. من خوب هایا بگم یا درم میدم. I hit man. من دوست ندارم. نه دیگه، حالا زنها میگفتم گفتم چرا مثلا آریان بعدش میاد از این مردا، فکر کنم به خاطر قضیه کمدین و اینا. بعد الان که صحبت کنم فکر میکنم دارم میبینم من اشتباه میکردم، که فکر کنم نه، بعضی مردا خوبن، به بعضی مردا باید مراعات کنی، گناه داره اگه حقوقش کمه، بگی چیزی هم میخوای بگو نه نمیخوام. خب از این فکرهای احمقانه داشتم، ولی الان میبینم که چقدر ضرر کردم و کاش این کارو نمیکردم، چون واقعا نمیفهمم قدر عافیت، اصلا نمیدونم، اصلا. حالا خود این نظر یونا چیه نسبت به مردها؟ ولی من یه مردایو دیدم، مثلا یکی از آشناهای ما با یه پسر دوست بود، خیلی خوشگل بود پسر، بعد این آشنای من خیلی وضعش خوب بود. حالا پسرم معمولی بود، خب حالا اونقدرم خوشگل نبود، خوشگل تر بود. بعد این دختر سر کار میرفت، حقوق خوبی داشت اینا، یه جوری پسر اومد تو زندگی اینو بدبخت کرد، تمچین گولش زد، خدا شاهده. من میدیدم اینو میگفتم این عاشق ترین آدم روی زمینه، تو بگو نه این هرومزاده ترین آدم روی کره زمینه. بیچاره بازش بازی کرد، مالش رو برد، اصلا یه وضعی. خیلی ها اینجوری هم، برعکسش هم خیلی هم از دختره این شکلی هم، ولی این پسر اصلا عجب غریبی بود، کلن لخ کرد اینو رفت، تمام مالش و همه چیزش رو براش برد. من از یه لحظه که میگن یه مرد قلب یه دختر رو میشکنه، یه دختر قلب 10 تا مرد رو میشکنه. خب پایش از مردا شروع میشن، اگه همه مردها خوب باشن زنها بهترینن، هیچ وقت یه زن نمیاد. اگر یه زنی میبینی یه ضربه ای میزنه به یه پسر، به خاطر که قلبش شکسته، من این کلیپ رو دیدم. آره. پس نه، به خاطر اونه. وقتی یه پسر میاد این کار با دختر میکنه، خب چرا دختر نکنه؟ خب دختر همیشه خب جنس ضعیفه، میدونی؟ همیشه آدم باید حواس داشته باشه، احترام بذاره. وقتی یه مرد میاد پولشو میخوره، با احساساتش بازی میکنه، استفادهش میکنه، میره، پس میخواستی چیکار کنه؟ و به خاطر اون آره
دخترها اگه هر کاری میکنن من هیچ وقت بهشون نمیگم که چرا این کارو میکنی، چون حق دارن. واقعا اگه یه دختری میاد نمیدونم گوشی یه پسر رو میگیره حقشه، چون کلا گفتم هیتمن گولشو برده با احساسات این بازی کرده، خیلی نامردیه. ولی آریان تو هر چی مثلا خیلی بده، خیلی حس بدیه. بعد مهمتر از اون حالا مال که میاد فلان که میاد، ولی اون احساس خراب میشه. اینو درگیر خودش بعد دو سال افسردگی اصلا یه وضع. باورت میشه یونا من تو این خونه که زندگی میکنم وقتی که مشتری میاد در دستشویی رو چاقف میکنم؟ بله. چی؟ چون من اصلا اجازه نمیدم مرد رو توالت من بشینه. اگه شاشش بگیره چیکار میکنه؟ شاش میگیرم میگم توالت ندارم ساری. من باورت میشم من اجازه نمیدم. ببین من یه پسرم، اینقدر پوست من حساسه. من رو توالت یکی یه مردی تمیزترین مرد دنیا باشه بیاد بشینه رو توالت من، بعد من برم بشینم بدنم عفونت میکنه. من بدنم اینطوریه، اینقدر حساسه. من اصلا به مردها اجازه نمیدم. من حتی با اینکه توالت من فرنگیه من میشینم میششم، ولی مردها مثل این احمقای بدبختای خرا فقط میکشن پایین کیرشون تو دستش رو کل توالت رو شاشی میکنن. و تو ما چجوری میتونیم بگیم از جامعه مردا دفاع کنیم بگیم خوبه؟ اینقدر کثیفن اینا، اینقدر چندشن بدبختا. من آریان میدونم از این توالت فقط یه سری پلاستیکا هست دکمه میزنیم یا دورش اون یکی رو میندازه آشغالی از اون استفاده کن، یارو نشه تو خونت. منظورم میگم چقدر مردا کثیفن. خب ببخشید منم پسرم، لاپام همون چیزی که مرد داره، ولی اینقدر احترام به توالتم میذارم میشینم میشاشم. ولی مردا انگار فکر میکنن چیه، تو دستشون میگیرن همه جا، بعد آهنگم میخونن و بعد اون دودولشون تو دستشون و کل همه جا رو میخوان انگار که اومدن باغچه آب بدن. من تو این خونم مثلا، تو خونم مثلا مرد اجازه نمیدم که بشینه رو توالتم. من اصلا خودم رو توالتم میشینم تمیز میکنم قبلش با دستمال. خودم با اینکه توالت خودمه اصلا میدونم. کلا من مردا هستن خیلی تمیزن، خدایش من تمیزتری مرد دنیا رو دیدم بازم کثیف. نه آخه چون ذاتش کثیفه. ما با این موضوع کنار نمیام چون هزار تا دلیل خوب در مورد مردا بیاری، ولی بازم من میگم که مردا همشون انن، یعنی هیچ وقت برای من انن. آره، یعنی پسرای زیادی که دور و برم بودن قرار بوده با هم دیگه ریل بزنیم و اینا، اونیش که طولانی باش بودن یک سال، خب اینقدر پیش من یه دلیلی که خیلی خوش آمد میدونی چی بود؟ که اینقدر ادای آدمای با کلاس و آدمای تمیز و در میورد پیش من باورم شده بودم این پسر واقعا از آسمون جر خورده این افتاده پایین. ولی بعد از یک سال فهمیدم کثیف‌ترین، نجس‌ترین و نامردترین پسر دنیا همون بوده. هر جور حسابی می‌کنی نه بابا پسر طور خورده موندگار نیست. پسر جماعت موندگار نیست رابطه. حالا رابطه نه، من که اصلا اجازه نمیدم وارد رابطه بشم. من در تمیزی و کثیفیشون میگم خانم. آره شما از اون جهت میگیم، من باز تجربه ای که داشتم میدونیم. لیدا یه خاطره برام کن. کی لیدا؟ بعد تو هم میدونه تعریف. باشه. بگو در مورد چی؟ من کل زندگی میلیاردها خاطره دارم. خب خنده دار باشه. خنده دار؟ آریان جون شما تعریف کن تو باز من یادم بیاد. بافر کن. من بیشتر یونا جان من بیشترین خاطراتم چیز گاز اشکاوریه، یعنی اشکت میاد از بس که من خندیدار اگم باشه الان حضور ذهن ندارم. خب بگو مثلا در مورد چی مثلا یه موقع بگو. آقا من قبلا یه برنامه‌ای بود به نام برنامه آواکس، یعنی اون موقع فقط یاهو بود و آواکس چت میکردن و فلان و اینا. بعد من اونجا کار میکردم، مثل الان هست فالوور میفروشن اینا. ای بذار بگم کی اومده تو لایوت.
اونم خودشه. نه نه بعد مثلا فالوور میفروشن اینا، مثلا من اونجا یه چیزایی میفروختم آیدیا رو رنگی میکرد قدیم. بعد آقا ما با یه دختره دوست شدیم، خیلی مثلا چت روم داشتیم و اینا دوست شدیم. بعد خیلی مثلا 2 هفته با هم دیگه حرف میزدیم، چت میکردیم فقط. گفتم میشه عکس تو برام بفرستی اینا؟ بعد عکسشو فرستاد، مهرگان خواب نشنوه، یه دختر خیلی خوشگل خفن. بعد آقا گفتم چه خوبه حاجی. بعد هی با هم دیگه دیگه شماره شو داد و شب تا صبح با هم دیگه حرف میزدیم. خب قدیم مثلا اینجوری نبود تماس تصویری بگیری و اینجور چیزا نبود. آقا من اون موقع تو صدا سیما کار میکردم، یه کار به همون خورد. حالا دختر بچه کجا بود؟ بچه بندر عباس بود. یه کاری به هم خورد، بعد میرفتم کیش. بعد بهمون زنگ زدن که باید بری کیش و فلان و اینا. من 2 روز قبل از اینکه برم کیش، گفت به این دختره، گفتم من میام 2 روز پیشت میمونم تو رو ببینم فلان اینا. گفت باشه بیا فلان بیسار. بعد آقا ما راه افتادیم، من اون موقع با اتوبوس رفتم، با اتوبوس رفتم، پدرم هم در اومد. آقا مثلا 4 ساعت مونده بود برسم. بعد گفت ببخشید میخوام یه چیزی بهت بگم. بعد گفتم که جانم بگو اینا. بعد گفت ببخشید اون عکس خودم نبود برات فرستادم. بعد منو میگه زیر پام خالی شد. گفتم چی؟ گفت عکس خودم نبوده ولی خودم از اون بهترم. گفتم یا بلفرض خب خوبه. رسیدم ترمینال اینا، هی به من زنگ زد و ببین استرس داشت. خدای ببخشید من دارم اینو تعریف میکنم، باحاله. بعد یه لحظه من بچه اینو نگاه کنم. بعد زنگ زدش اینا، گفت من دارم با خواهرم میام دنبالت. گفتم که اوکی. بعد گفت منو از اون دور میبینی، یه دختر قد بلند سفید بود یکیشون، یه دونش هم یه دختر توپول سیاه، خدای ببخش سیاه که بهت میگم این آفریقایی ها. من گفتم خوبه اون قد بلند است دیگه. گفت منو داری میبینی؟ گفتم آره دارم میبینم. آقا اومد جلو من، بدنم میلرزید و اینا. بعد یهو اون دست داد، گفتم شما این فلانی، اسمش هم یادم نیست. بعد گفت نه منم. آقا اینو گفت من شل کردم. گفتم یو ابل فرضی منو میخوره. خیلی توپل بود، خیلی توپل بود. بعد منم مونده بودم تو رو درواسی چه گوهی بخورم، کم مونده بود گریه کنم. فکر کنی همه رو به خاطر این مثلا من بلند شدم رفتم. بعد اصلا این سیسش به من، مثلا لاغر موغرم اون 4-5 تا من بود. آقا دیگه ما رو خیلی ولی مهمان نواز بودن، خیلی خیلی. آقا ما رو برداشت برد خونه شون، خانوادهش همه بودن. بعد مامانش مثلا زور برامون نهار گذاشت، فلان گذاشت و اینا. بعد شب موقع خواب شد، گفتم یا ابوالفرض. آقا من هی تا 4 صبح بیدار موندم، هی تا 5 با خانوادهش حرف زدم. بعد گفتم بخش من فردا باید برم سر کارم، بهم خبر دادن که باید برم و اینا حتما. بعد ببین دختره میومد منو بوس کنه، اوق میزدم. اصلا ببین انقدر حالم بد شده بود، خیلی وحشتناک همچین چیزی که دارم بهت میگم. بعد گفتم ببین 6 صبح شد، گفتم من ببخشید من باید برم. بعد اینم چسبیده بود به من، اصلا بو عرقش داشت میکشت منو. بعد گفتم خدایا خودت نجاتم بده، چیکار کنم؟ حالا مامانش از من میگه نه به قرآن نمیذارم بری، بیا بندر عباس رو بگرد فلان کن. گفتم به خدا قبلا اومدم بندر عباس همه جاشو بلد. خلاصه به هر طریقی بود از این منم صداش، ببین آریان صدای دختره انقدر قشنگ بود من اصلا فکرشو نمیگردم اون شکلی باشه. ببین یه صدا نازوک، بعد اصلا نگم برات دیگه. خلاصه پرواز گرفتم رفتم کیش، یه دونم بلیت ضرر کردم دیگه. تا عمر داشتم، یعنی از اون موقع تا الان دیگه مجازی با کسی اینجوری اوکی نشدم، یعنی تجربه خیلی بدی بود، خیلی ترسیده بودم، ولی آدم های خیلی خوبی بودن. منم آره برای منم یه بار پیش اومده بود ولی راه دور نبود عزیزم، همین راه نزدیک بود.
من رفته بودم بیرون، بعد یکم مشروب خورده بودم، مست شدم، بعد منتظر بودم که تاکسی بیاد اینا، دیدم این ماشین جلوم نگه داشت، بعد این انگار منو دیده بود، حالا ندیده بودمش ولی منو دورا دور میشناخت، بعد گفتش سلام سلام آریان آریان، گفتم سلام، گفتش که خوبی، میخوای بری خونه برسونمت، گفتم باشه، بعد نشستم تو ماشینش و طرفم خیلی خوش مرده هیکلی صورت خوب اینا، همه چی خوشحال، گفتم به به، هم ماشین گیر آوردم هم یک کباب زدم، الان میریم تو خونه چه حالی بکنم اینا. تا رسیدیم در خونه، در پار ماشین رو پارک کردیم که بیایم بالا، دیدم دوتا پا نداره مثلا، آره دوتا پا نداره، دوتا پا نداره، همجوری دستش این چرخهای دستی از تق تق، همجوری خونه منم طبقه دوم با پلابی همجوری داره میاد، چی پام نداره، اینقدر دیگه تو مست بودم، تو مستی کلن پشمام ریخت و اصلا انگار هیچی نخوردم، آره به هوش اومدم که چه خبره، بعد دیگه بعد با اون شرایط منم مثل تو دیگه آدمی هم که نمیتونم بگم نه، گفتم این همه اومده پایین شده اینا، بالاخره اومد بالا با همون دوتا از زانو به پایین نداشت دیگه، با همونا کار منو من دیگه تعامل کردم، گفتم بنده خدا اومده کارش را بریم، کارش را بریم، من میخوام برم، اصلا هیچ، فقط یه دونه بوسم کرد حالم باش به هم میخورد، بعد هی میگفت بیا بریم تو اتاق فلان، گفتم نه از من خستم من را رسیدم فلان، اصلا هرچی میگفت میپیچوندم، میگفتم بسم الله، اصلا واقعا بهم میافتاد رو من خفم میکرد، واقعا خفم میکرد، فکر کنم 150 کیلو بود، منم اون موقع 40 کیلو بودم کلا. آره حالا این مال من بود، پا نداشت ولی خب مست بودم. لیدا تو چی از این خاطرات سورپرایز شدی؟ داشتم برخواتون گوش میکنم بینم چیزی شبیه به این منم داشتم که دیدم نه من هیچ چیزایی نداشتم، فقط آره دیگه همش دقیق دلی هر موقع تعریف کنم اصلا اون عشق اولین بود که بعد جور پا خوردم که چقدر بهش محبت کردم، چقدر چه کارهایی که براش نکردم، و بعد که از آخر دیدم چقدر بی‌لیاقت بود دیگه، بعدها به خودم گفتم، گفتم دیگه به هیچ پسر اعتماد نمی کنم، بعد گفتم نه حتما الان عصبیم، بالاخره پسر خوبم پیدا میشه و پنج تا انگوش یک اندازه نیست و اینا، ولی الان که دارم فکر کنم آره اینجور من به این عقیده رسیدم، پنج تا انگوش درست اندازه هم نیست خب، ولی درصدش توی نامردی فرق میکنه، یکی درصد نامردیش کمتره یکی بیشتره، ولی آدم خوب ایدئال نمیدونم خیلی کمه، خیلی. ولی یه چیزی بگم صادقانه جواب بده، بگو تو هنوز اون پسر رو دوست داری؟ آریا چطوری؟ سلام، اومدین سلام، شب تو شب شما درود، سلام سلام شب شما آری، سلام یورا خوبی؟ سلام ببینید نمیدونم چی بگم، سوال سختیه یونا جون، واقعا نمیدونم چی بگم، میدونید هم میدونید چون از اون شبی که من اومدم بالا تا الان صد بار حرفشو زدی، پس این هنوز تو ذهنته، خیلی دوستش داری؟ آره تو ذهن، ببین خیلی دوستش داشتم، الانم تو ذهنم، هیچ موقع هم نمیتونم فراموشش کنم خب، ولی تو یک استوری قشنگی دیدم، بعضی آدما اینکه با خاطراتشون زندگی کنی لذت داره نه با خودشون، و من خاطراتشو خیلی دوست دارم، هر موقع میبینم حالم خوب میشه، ولی اینکه بخواد برگرده دوباره تو زندگیم واقعا دوست ندارم دیگه، نمیخوام کنارم باشه. سلام هادی، خوش اومدی عشقم. سلام، مرسی عزیزم، فداتش هادی جان. ما خاطراتمون رو تعریف کردیم، اگه برای تو همینجوری پیش اومد، فکر نکنم برای تو پیش بیاد، تو برای همه پیش میاری، بگو اگه هست. واسه من نه، ولی واسه رفیقم پیش اومد. هادی خاطر خود خودت بگو. آره آریان جو، من یه شراب میدونم جان، من خاطره ها با همه دیگه میدونم دیگه، تعریف کردم شراب ها بگه میشه دردونی یونا، من خیلی تعریف کردم لایو همه بچه ها تعریف کردم، من همه شب گرمودش برم بستم هیچ جنه دیگه، یکی از خاطره ها تعریف کردم،
اگر تو که میدونی من همه رو تعریف کردم میگه عشقا یکی که تعریف نکردی نه ببین یه دونه همین درباره عماری عماری و بچه ها خیلی دوست دارم ببین حیات ما خیلی بزرگ بود نه توی 400 متر حیات داشت خب بعد تای حیات یه عماری بود در بعد 8-9 متری عماری بود توی این عماریه خب من یه گربه داشتم دیگه من یه گربه بچه زایده بود چهار تا بچه داشت بعد من میرم بچه های محل و خب مخصوصا دخترها دخترهایی مثلا اینی که میگم مثلا من ده یازده سالم بود میرم مثلا دخترهای 9 ساله 8 ساله رو به هوای گربه خب میبودم عماری تحتیلش نوری دادم خدا شاهده یا خالده راست میشود چی یونا میگم 11 سالت بود اصلا راست میشود نه دیگه راست نمیشود یه علیه میمانونیم علیه یه جور مثلا خالوازی بود دیگه یه جور خالوازی بوده نه خاطری جزی نداری که مثلا از زمانی که بگو به بلوغ رسیدی نه بعدی فکر میکنم هادی تو تا حالا با ترنس بودی؟ با ترنس خیلی پیش اومده که باشم ولی نشد با پسر چی؟ پسرش هم همین دوست نداری نه؟ ببین دوست دارم فقط در حد رفاقه همین سلام خوبی چطوری همین فقط در این هم مثلا من برم خونه شد اون بیاد خونه یه من که خب از اونجایی که میشناسمت خیلی مرد حشری هستی و نمیخوای به زنم پول بدی چجوری مثلا حس نداری؟ ببین این رو بگم نمیتونم حس داشته باشم من تو ترمزا هاشی بیلا یه یا اصلا هر کاری میکنم حس داشته باشم نمیشه نمیدونم چرا الان مثلا میگم من الان مثال میگم لیدا مثلا زمینیه ما به شکل زم میبینیم الان من هر کاری میکنم قریضم به سبت لیدا به حس پیدا کنه نمیشه نمیدونم خب یعنی چون فکر میکنی مثلا به خاطر چیه که چون لاپاش دودول داره حالا نه تنها دودول داره اصلا نمیدونم هیچ رقبه نمیدونم مثلا با لیدا برم تو رابطه نه به خاطر اون دودولش اصلا نمیدونم ولی من یه لحظه یه سوال خوب برام پیش اومد یونا توی که پسری اگه یه پسری ترنس باشه چنج کرده باشه و به تو نگفته باشه چه حسی داری؟ اولا که من از صد فرسقی میفهمم نه بلی. مثال حالا اصلا یه جوری اصلا نفهمی باش تو رابطه باشه اصلا نفهمی پسر بوده دختر شده مصنوعی گذاشته مثلا عمل کرده چی حسی بعد مثلا رابطه دو سه بار رابطه یک ماه دو ماه که باش رابطه داشتی بهت بگه یونا ما همین چیزی بگم مثلا من پسر بودم دختر شدم میخوام حس تو بدونم حالا اولش بد میشه چرا دروغ بگم ولی دیگه اوکی. دارم اوکیه دیگه جنسیت مهم نیست آخه چون من یه مورد داشتم آره منم یه دونه تو ترکیه بود خیلی دختر خوشگل بود ترنس بود پسر بود و عمل کرده بود دختر شده بود ببین اصلا ناز ظریف قشنگ مثلا سینه داشت چیز تناسلی دخترونه خفن خیلی خوشگل عمل کرده بود تایلند عمل کرد بعد گیر داده بود بیا با هم دیگه و کشی منم موقع سینگل بودم بعد منم تنها زندگی میکردم اونجا ترکیه بودم بعد گفت بیا با هم دیگه اوکی شیم هر کاری کردم نتونستم نمیدونم چرا میگفتم نتونستی آخه چون من یه بار اینجوری برام پیش اومد طرف خیلی پسرونه بود وسط رابطه فهمیدم که این دختره اوه چی کار کردی؟ حسد بچه بود؟ آف شدم ولی ادامه دادم از کجا فهمیدم؟ از تو کونش فهمیدم این زنه یعنی چی؟
یعنی چون دختر بود پسر شده بود، اول گفتم خدایی چقدر دودولش کوچیکه با این هیکلش، بعد دیدم که این پشم داره ولی چقدر پوستش نرمه، بعد دیدم صورت این چقدر نرمه با اینکه ریش سیبیل داره، بعد اینا گفتم فرش کن شاید خب خیلی اینجوری پیش میاد، ولی دیگه وقتی کشید پایین و روی من اومد و باسنش رو دیدم، باسنش کمرش باریک، باسنش قلبی، گفتم این دیگه از اوناست. بعد دیگه کار تموم شده بود، وسطای کار بود، بعد دیگه من ازش دیگه نپرسیدم، گفتم ولش کن ناراحتش نکنم اینا، کارش رو راه انداختم. بعدن دیگه بعد اون دیگه کات کردم، بهش گفتم نه من دیگه نمیتونم، خیلی پیلم هم شده بود. بله ببین خیلی خیلی راحت میتونم با هم باشن، خیلی هستن تو یاروم هست. ببین من دیدم طرف دختر بوده پسر شده، آریان خدا شاهده تو ترکیه خب بوده پسر شده، دوستشم دختر بوده پسر شده، بعد با هم گی شدن. خب اون که زیاده، ولی مثلا تایپ من نیست، من نمیتونم. جیبه من با مرد واقعی فقط میتونم، مثلا الان هادی میگه من فقط زن واقعی میخوام، تو الان بهترین دختر رو براش بیار ولی عمل کرده باشه، میگه نه، حسش ذهنش میگه نه من این خوشگل ترینه ولی چون اون پایینش رو عمل کرده من بهش حس ندارم، ولی یه زن زشت رو بیار میگه من همین رو میخوام ولی این عملی خوشگل رو نمیخوام، چون میگه ذاتیتش مرده. درسته آقا هادی؟ چی بگم نه دیگه همچین هم زشت نباشه دیگه، نه زشت هم باشه من سمتش نمیرم. نه مثال میگم، مثلا میگم این که تو یک ریل دوست داری، واقعی دوست داری، مثلا مثل من الان تو بهترین زیباترین پسر رو بیار ولی من بفهمم این قبلا دختر بوده پسر شده، من آف میشم، مثلا قید سکس رو میزنم. الانم هادی اینجوریه، مثلا شاید تو بهترین دختر رو براش بیار عملش هم خوب بوده ولی وقتی هادی بفهمه این پسر بوده عمل کرده آف میشه، میگه من نمیتونم. آره و من اینجوریم و من دوست دارم همش واقعی باشه، چون میدونی چیه آقا هادی، یونا جون، لیدا جون، من با هر کی تو رابطه میرم اگه منم دقت کرده باشی من همیشه تو لایو میگم من پسرم کون میدم، من پسرم کون میدم. چرا؟ چون میخوام خودم باشم، نمیخوام هیچ وقت هیچ کی رو گول بزنم، میخوام یه کسی میخواد بیاد بدونه داره کجا میره چی رو میکنه. آریان پسره وگرنه به همین قبله آقا هادی به خدا قسم به این قبله محمدی به جون جدم، من الان به هیچ کی نگم پسرم هیچ کی نمیفهم. بله همه رو سوء استفاده کنم، میتونم از همه پول بگیرم، همه رو بیارم اینجا سورپرایز کنم، رای ندارم میکنن دیگه، ولی تو ذاتم نیست، تو اصالتم نیست به خدا. من نیست، من نمیکنم. من حلال خوری جان، میگم تو حلال خوری. من حلال خورم به خدا، مثلا من الان من هر کی اول به این پیام میده، من هر کی باور تو میشه باز هادی جون من باشگاه میرم شورت تنگ میپوشم که دودولم بزنه بیرون؟ چرا این کارو میکنی؟ که طرف بفهمه من پسرم، به عنوان اشتباه نکنه به عنوان یه دختر بیاد وقتشو بگیرم بعد بفهمه من پسرم عصبی بشه و بگه این میخواسته منو گول بزنه. قشنگ باشگاه میرم شورت نمیپوشم که دودولم اینجوری آویزون باشه، همه بفهمه آقا این لاپاش داره. آها من یعنی به خدا هیچ کسی نمیفهمه من پسرم تو نگاه اول. آره تا دا پیش اومده یه دختر بیاد بهت پیشنهاد رابطه بده بگه بیا با من حال کن، من میخوام، من ازت خوش اومده. آره حتی واسه نیم ساعت آره خیلی پیش اومده. یه بار من یه زن و شوهر بودن، بعد این شوهره گفت به شرطی تو رو میکنم که تو زن منو بکنی. پشمان منم به خاطری که رو مرد کراش بودم که گفتم این منو بکنه، ببخش اینجوری میگم، من تو کست زنه میکردم، مردم تو کونه من. اینجوری پیش اومده، مرده میکرد تو کونه من، کیره من بلند میشد، منم میکردم تو کست زنه. هادی تو تعجب نکردی تو داد جا که تو بیا اول نر من رو بکن من تو رو نه نه اونجوری خب من بلند نمیشد. تعجب نکردی شاخ در نیومدی آخه مرده
گفت برام شرطه، گفت به شرطی میکنمت که تو هم زن منو بکنی. من واقعا حرفتون واسه گفتن ندارم. آدم های برعکسن آریان پیدا میشن. خب مثلا بعضی به حالا طعنه به من میزنن میگن مثلا کدوم جوونه که بیاد با یک سن بالا مثل تو، خب کار نداریم. ولی من توی پارکی چند سال پیش یه پسری رو دیدم خیلی خوشم اومد، قلمی بود، چشماش آبی بود، خیلی خوشگل بود. رفتم جلو بهش گفتم که با هم حرف زدیم، گفتیم، خندیدیم تو پارک، خیلی صمیمی شدیم تو نیم ساعت که گفتیم و خندیدیم. گفت چقدر اخلاقت خوبه اینا. گفتم چه، گفتم پایه‌ای با هم وکی بشیم. گفت آره ازت اتفاق خیلی خوشم اومده، شمارت هم بده. بعد منم خوشحال شدم. گفتم گفت فقط یک چیزی. گفتم چیه؟ گفت تو قضیه جنسی من زیر 55 60 سال نمیتونم. من گفتم حتما میخواد بگی که تو سنت بالای من نمیتونم با تو. و گفت تو سنت، چون که اون موقع فکرم نمیامانه، میگفت که بالای 55 سال من دوست دارم، تو 10 سال دیگه کیس من. موندم خوش خوشگلی، چشم آبی، اینقدر یه چیزی بود که خوشکم زده بود. میگفت زیر 55 سال من اصلا نمیتونم با کسی. آدم های عجب غریب هم پیدا. ببینید دلیلش رو نپرسیدی؟ از این نپرسیدی چرا؟ نمیدونم. بعضی میدونی حادی جون اینا سلیقه‌ایه، همینطوری که یکی مثل شما میگه من خانم میخوام، اونم خوشقط و با آریت. ببین واسه آریت یه تای تای بی غیرتیه، تای تای بی ناموسیه، تای خوشیشیه. طرف بیاد بگه یه شرط داره من دونو بکنم، تو هم باید بیایی زنه منو بکنی. به اون یه نباید بگی انسان، به اون بگی بی‌ناموس، باید به اون بگی بی‌غیرت، بی‌شرف، فانتزی، غیرت. کی غیرت داره الان هادی جون؟ البته آره کی غیرت داره؟ کی غیرت داره؟ غیرت تموم، غیرت مال دهه 40 و 50 بود، الان دهه آقا غیرت برد بابا راست. الله مثلا غیرت تموم شد. خب بعد فانتزی هم ببین، تو الان مثلا در فرهنگ ایران به خاطر که یکم جامعه بسته است اینقدر محدوده، مثلا در غرب اینا طبیعیه، مثلا همه آزادن، مثلا همه رابطه آزاد دارن، گروپ میزنن با زناشون، طرف یه زوجه. اصلا کلا اینجا یه مثلا تو غرب یه مثل تیندر مثل تانگو مثل بیداد اینا که مثلا نرم افزاره، اونجا هم یه اپلیکیشنی هست مال زوجه. آره. میدونی میگن اونجا فقط زوجا میتونن وارد بشن، هر کی میره دو تا زوج برمیداره، میشن چهار نفر، میرن رابطه میذارن. بعد توی غرب یه کلاپایی هست فقط مال زن و شوهر هست، فقط زن و شوهر ها میرن داخل، این زن اینو میکنه، این شوهر اینو میده، اینجوریه. حالا اونجا غرب بریم، اونجا غیرت، اونا نمیدونن غیرت یعنی چی. منظور من میگم اینا به غیرت ربطی نداره، اینا همه فانتزیه که اینا انجام میدن. ولی بعد من به خاطر اون مرده که مثلا کونم بذاره من این کارو کردم، ولی واقعا احترام خاصی برای خانوما دارم. ولی اولین بارم بود کس میبینم یه کس سیاه گشا. ترکیده از هم باور نمیشد. زنم سن و سالی نداشت، ولی واقعا من و شوهرش میرفتیم داخل بدون هیچ تصادفی هیچی، هم میرفتیم قشنگ جای پارک هم پیدا میکردیم و چادر هم میزدیم اونجا. یعنی منظور میگم بعد خودم چقدر رو کار بودیم، چقدر رو کار بودیم. من زیاد رو کار نبودم، مثلا همقدر که مثلا اول زنه خوابیده بود من روش بودم، مردم تو کنه من میذاشت، یه 5-10 دقیقه بعد دیدم نمیتونم اصلا، من باید وقتی یکی منو میکنه جغ بزنم. آره. دیدم اصلا من اصلا نمیفهمم تو... کجا دارم میزنم، میدونی؟ یعنی تو آبت دهیم بعدش که از کشیدم بیرون از اون خانومه گفتم من باید بزنم. آیان کمتر خالی ببند. چی رو خالی ببندم؟ گفتم خاطره تعریف کن، برام پیش اومده بود این خاطره. بعدش هم هادی از اینی که این اون طرف که منو دعوت کرد به این کار، چون تو میدونی من، تو میدونی که ابنیان دودولاشون بزرگه، قبول داری؟ من کسی که مثلا من ابنیان پسرم میدن
دودولاشون بزرگه خب، بعد آره به خاطر اون این که مال منو دیده بود خیلی بزرگه، به خاطر همین، چون مال خودش نصف یکی منم نبود. به خاطر همین چجوری لذت بود این وقتی دیگه نصف تو هم نبود جان؟ چجوری لذت بودی وقتی میگی نصف واسه تو هم نبود؟ خب مال من خیلی بزرگه. خب میدونم اومده چیره بزرگی دیگه دودول کشیده نیستی، من نمیگی طرف نصف واسه من بوده. من دنبال کیلو بزرگ نیستم، من دنبال کوتا قدرتی. من دنبال کوتا قدرتی. یعنی یه دبیوت بزرگ باشه قدرتی نباشه نمیدی؟ آخه میدونی چیه، با تجربه که 16 سال من دارم خون میدم، کسایی که کیراشون بزرگه افت پیدا میکنه. دیدی بعضی قد بلندن قوس دارن، خب کیرم همینه، هر چی بزرگ باشه افت پیدا میکنه، چون سنگین میشه اون ایستادگی و که سیخ بشه رو ندارم. من دوست دارم کوتاه قدرتی. بعد چون میدونی چیه، اون اونایی که میگن خیلی بزرگ دوستانی مال کونای گنده است، من کلا کونم ببخشید 2 کیلوه. کنم کنم 1 کیلوی سمت یک زمین داره، سوراخم هم گنجشکیه کوچیکه، هم بزنی داخل میخوره به پروستات، به نقطه جی، من به آرگاس میرسم اینجوری هم میخوره به رونه بینه. آره خواهد از رابطت بگو، از رابطه هات که داشتی اووردی پول دادی چجوری بوده؟ آریا دی با تو هم آدی آها باور دی یه بار دیگه سوال کن پیام و پسر فضل چه سوال بله چی یونا جو، فقط سوال آخر باشه چون لایو 2 دقیقه دیگه مونده. میگم هادی تا حالا پول دادی با کسی رابطه داشته باشی و چجوری؟ آره دادم و خیلی هم چونم سوخته و باید نمیشه زیر 1 دقیقه ازت به اون از دین 30 سالیه بوده. باورت میشه؟ 200 سوال. 200 سوال چیزی نیست که. اون اینی که میگم واسه 2 سال پیش بوده. 2 سال پیش. چرا زود تموم؟ چیزی نیست. میدونم. پول چیزی نبوده. خب برای نواسته منی که رفتم رو کار به خاطر یه دقیقه. زیر یه دقیقه. خب برای چی زیر یه دقیقه؟ خب آدم به خاطر زیر یه دقیقه بیاد 200 تومن حروم میکنه به نظر شما. شما باشی کار رو میکنی؟ آره بری به خاطر 1 دقیقه 200 تومن پول بدی؟ آره 1 دقیقه 2 میلیون نه هیچی نمینه نه چی نه بابا کسی بیاد 2 میلیون میده که طرف 24 ساعت پیشش بخواد. هادی چرا اینجوری شد؟ ببینه خواهد من میکیه من خیلی خیلی زود ارضا میشم، یعنی به آریان هم میدونم، یعنی من زیر 1 دقیقه ارضا میشم. فکرشم نمی کردم که همچین اتفاقی اونجا واسه منم میافته، با اینکه قبلش کلی قرص و اسپری و اینا هم مصرف کرده بودم ولی بیفایده بود. نشد که نشد. خب برو تو آدم میگه 200 دادم دلم سوخته. من شاید باور نشه دیشبی یکی اومده بود از تهران بود میگفت 30 میلیون میدم تا صبح، گفتم نه 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 نه. و همونجا اومدم به پسرم گفتم، گفتم نگاه کن چه پیشنهادی بهم داده. اومد همونجا آریا رو معرفی می‌کردی. حالا هادی جون که مرد جنس مرد همیشه باید پول خرج کنه برای جنس مخالف تا به نیازاش برسه، قانون توی کل دنیا همینه، یعنی غیرت مرد رو به پول خرج کردن میبینه. اگه تو دختر یا ترنس و گی بودی پول میدادی یکی بکنتت چی کار میکردی؟ نه هیچ موقع این کار نمیکردم. چرا؟ وقتی نیاز آدم باشه خودم میرسیدم که ادقب ببینید ادقب به خودم میرسیدم که اینه اون بیاب در دنبالم. اصلا بحث نیست حالا ما کی گفته که هر کی خوشگل باشه همیشه داره؟ بعضی موقع پیش میاد که تو خوشگل ترینی، ولی خب اون شرایطه نیست که تو رابطه داشته باشی، باید پول بدی میدونی؟
من خودم برام پیش اومده، رفته بودم مسافرت بعد تو شهر خودمون نبودم، بعد خیلی نیاز داشتم که مثلا رابطه داشته باشم. یه پسره تو خیابون داشت رد میشد، بهش پول دادم، گفتم میشه برات ساک بزنم؟ گفت آره. بهش پول دادم، بردم زیر درخت ساک زدم، جقمو زدم، تموم. چند از لایوت مونده ولی من نه، لایو یک دقیقه مونده دیگه. منظور میگم که آدم باید برای نیازاش خرج کنه. مثلا منی که حالا تو 200,000 تومن، بیا به خدا من بهت 1 تومن میدم 5 تا کس بکن، تو رو خدا به خودت. نه من گفتم واسه ای که خیلی زود ارتا میشم پول نمیدم. اگه مثلا میگم نیمت 20 دقیقه رو کار بودم چرا نمیدادم؟ میدادم از خدا بابا. خب برو دکتر حادی، من جور خیلی زود ارتا میشم به خاطر اون نمیدم. خب قرص برنج بخور. میرم برگوش میکنم فقط قرص برنج. بچه لیدا جون مرسی که بودی، آقای خادی مرسی، یونای عزیز مرسی که بودی، شبا بیا لایو بالا که چون به بچه های عزیزت باید نگهداری کنی، شبا بیا تا سرگرم شید دیگه، مثلا بشینیم صحبت کنیم، بچه هات هم بزرگ شن انشالله به سلامتی. بچه ها رو اسم آریان بزنید، دوستای من آریان رو فالو کنید، هر شب با هم دیگه لایو داریم، رو اسم آریان اون بالا بزنید پیجا میاد، دوستای من آریان رو فالو کنن دیگه هر شب لایو. مرسی بچه ها، هادی جون مرسی، لیدا خانم مرسی، تا یک شب دیگه، خدا نگهدار.